بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، امروز برنامه رو شروع میکنیم. دوشنبه 22 آگست 2016 و برابر است با اول شهریور ماه 1395. امروز برنامه مهمی رو براتون به اصطلاح در نظر گرفتم که باور کنید دو سه روز خودم توی فکرم و میشه بگم که خوابم رو از دست دادم. قرار هست که با یک نفر که در زندان آمریکا، در زندان آلاباما هست و اینجا بهش میگن دد رو، یعنی کسایی که حکم اعدامشون، حکم قتلشون صادر شده و حالا منتظرن که تاریخش معین بشه. و برای من خیلی جالبه، قبلا هم ایمیلی از دوستانی که برای این آقای محمد شریفی فعالیت میکنن دریافت کردم، توی برنامه هم خوندم و امیدوار بودم که اگر کسی میتونه به ایشون کمکی بکنه. و مشکل اینجاست که سازمانهایی هستن که به افرادی که این شرایط رو دارن، یعنی متهم بودن به قتل، بعد محکوم شدن و بعد مجرم شناخته شدن و جرمشون هم، حکمشون هم به اصطلاح قتل هست یا کپیتال پانیشمنت یا اعدام، هرچی، اینها اون سازمان ها میان و از اینا دفاع میکنن به دو صورت. اول اینکه میان میگن که مثلا اینها از لحاظ دی ان ای توی سالهای گذشته پیشرفت های بسیاری شده و اینها رو دوباره آزمایش کنیم. فکر کنم این دوستمون باشه، اجازه بدید من پاسخ بدیم. Hello, you have a call at no expense to you from محمد شریفی, an inmate at Furman Correctional Facility, Alabama Department of Corrections. To accept this call, press or say 5. To refuse this call, this call will be recorded and subject to monitoring at any time. بله. Thank you for using IC Solutions. You may begin speaking now. آقای شریفی سلام. I was told that I should speak English because they are recording or controlling our conversation. Yeah. الو سلام آقای فردی. آقای فردی شمایی؟ بله قربان، من هستم، روی برنامه زنده داریم صحبت میکنیم. آقا حال شما خوبه؟ ممنونم شما. سلام منو به همه برسونید. چشم. ما حال شما رو نمیپرسیم چون فکر نمی کنم حال خوبی داشته باشید. در صورت ما میتونیم فارسی صحبت کنیم یا مایل هستید انگلیسی صحبت کنیم؟ هر جور که شما سلام میفرمایید. بله بله. هر جور شما سلام میفرمایید. چون بیننده های ما بیشتر فارسی هستن، اجازه بدید فارسی صحبت کنیم. من فکر کردم چون شما از داخل زندان زنگ میزنید و خود این نوار میگه که این گفتگو ضبط میشه، پس بهتره که انگلیسی بگیم، ولی به قول معروف بذار که حالا یک مترجم استخدام کنن و بشینن ببینن من و شما چی گفتیم. من فکر کردم چون شما هزینه زیادی هم باید برای این تلفن بدید و اتفاقا خوندم که یکی از شکایات شماها که در زندان هستید این هست که این تلفن خیلی گرونه و به این صورت کار میکنه که شما یا خانوادتون یه پولی رو اونجا قبلا میریزید به حساب و الان از اون حسابتون دارید استفاده میکنید، پس من ترجیح میدم من ساکت بشم و این 10 دقیقه 15 دقیقه رو بذاریم شما صحبت کنیم کنید که صحبتهای شما بلکه بتونه یه کسی رو، دوستی رو، آشنایی رو پیدا کنه و راه حلی باشه برای این مشکل. برای ما لطف کنید خلاصه‌ای بگید از خودتون که آقای محمد شریفی کی هست، کجای ایران بوده، چگونه یه دفعه به آمریکا رسیده، بعد ازدواج کرده، بعد به اصطلاح خواسته جدا بشه یا مشکلاتی که روی این پرونده هست، بعد متهم به 2 قتل، نه 1 قتل، خانم سارا اسمیت اگه اشتباه نکنم، بله سارا کی اسمیت شریفی، این رو یه مقداری توضیح بدید. و اتفاقا خیلی خوشحالم که یکی از وکلای ایرانی از مریلند این برنامه رو میشنوه و امیدوارم که این دوستان بتونن کمک کنن، به قول معروف به صورت پروبونو یا به صورت همینجور داوطلبانه. من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، من عکسای شما رو اینجا یکی پس از دیگری نشون میدم. بفرمایید. بله خیلی خیلی ممنونم.
این جناب محمد شریف مقدم فرزند غلام حسین و متولد کرج، سنم حدود 50 ساله و طبق مدارک و اسناد جدید اثبات بیگانگیم رو میتونم ثابت کنم و شما فرمون که چه قضیه چجوری بوده. من به آمریکا آمدم برای ادامه تحصیلم. وقتی که ادامه تحصیلم پاسم بدم در دانشگاه یونیورسیتی آف آلاباما این هانسیل برای دو تا پی‌اچ‌دی، پی‌اچ‌دی آف سیویل انجینیرینگ و پی‌اچ‌دی آف ماتماتیکس اقدام کردم. همچنین ازدواج کردم و ازدواج من همینطوری سریع چجور بسن بیدم حساب شده نبود. به هر حال قشنگ بخواهم دیگه کنار می آمدیم و مشکلات رو ما دیدم. ما همسرم دشمن داشت، ما حتی تهدیدهای کتبی و همچنین موقع چه سر کارم می رفتم دشمنش رو من تقریب من کرد و حتی روز 13 گروه به من شکل فوتنکاری چیز کردن چیز مثلا تیر اندازه کرد به اقل ماشینم. لذا من فوق به جون خودم ترسیدم، لذا به لس آنجلس حرکت کردم و هانسیل رو ترک کردم. منظورم اینه که من از حتی شوهر قبلی همسرم تو آقای جودی واکر برای تجاوز جنسی دخترش، دختر سارا خانم تو کی بوده، تو زندان بود، شرایط خیلی سختی رو داشت و دشمن داشتیم ما و لذا من به لس آنجلس حرکت کردم. موقعی که من لس آنجلس حرکت کردم، من حتی با آقای سرهنگ مغاری، در مدیسون فرانس که آلاباما چیز کردم، خودمی کردم، اسبابم رو چیز کردم، جمعواری کردم، رفتم به لس آنجلس چون ایرانی های زیادی در اونجا بودن. من 70-80 تا ایرانی در لس آنجلس آلابای داشتم. آلابای این منیش شاهد محکم. منطقه بعد از پنج سال وکیلم نمیتونست پیداشون کنه. دقت کردید؟ نمیتونست آلابای منو تو مسجد آقای خدایی، آقای دکتر کورش نوری، چندین دکتر مهندس تو لس آنجلس من آلابای داشتم ولی وکیلم نتونست. آقای شریفی اجازه بدید آلابای رو برای دوستان تعریف کنم. به این صورت هست که اگر یه نفر بیاد و مثلا امروز پلیس من رو بگیره بگه شما دیشب با ماشین زدی به این موتورسیکلت ساعت 10 شب، من اگر یه جایی باشم که بتونم اونها بیان شهادت بدن که بابا من اصلا توی اون منطقه نبودم و یه جای دیگه بودم، با این دوستام داشتم ورق بازی میکردم، فیلم تماشا میکردم یا مشروب میخوردم یا والیبال بازی میکردم، این میشه آلابای. حالا از دوستمون کامران سوال میکنم به فارسی چی میشه. در اصلت شما میگید که شما دلیل و شواهد داشتید که اصلا اون موقعی که این قتل یا قتل‌ها اتفاق افتاده اونجا نبودید، ولی وکیل شما نتونسته با این افراد به اصطلاح تماس بگیره. احتمالاً 15-16 سال پیش پیدا کردن مردم با آسونی امروز نبود که یک گوگل بزنی اسمش. من یادم صبح با شما که تماس میگرفتم دنبال شماره زندانی شما میگشتم، تا قرار شد شما برای من بفرستی خودم توی گوگل پیداش کردم. پس آلابای میشه این که یه نفر متهم میشه به یک کاری در یه زمان معینی، ولی اون طرف میره شاهد یا شاهدین رو میاره که میگه من توی اون زمان اونجا نبودم. بفرمایید. بله من حدود 70-80 تا فقط لس آنجلس آلابای داشتم و لس آنجلس دپارتمنت منیجر، لس آنجلس دپارتمنت منیجر، همچنین فون بیل حدود 10,000 تا توی بانک آف امریکا
بانک حساب داشتم، تلفن، کامپیوتر، همه چیز به حساب من بود. آیا کسی با دو تا قتل تو لس آنجلس میره اتاق واسه خودش اپارتمان بگیره، میره حساب بانکی دردار داره تو حساب بانکی میرزه؟ آیا کامپیوتر میگیره، خط لاین میگیره، خط تلفن میگیره؟ خود من از لس آنجلس تماس گرفتم به محل کارم در هانسفیلد، گفتم آخرین چک منو بفرستین، من خودم آدرسم رو به هانسفیلد دادم. لذا همینطوری FBI منو پیدا کرد. من خودم آدرسم رو از لس آنجلس زنگ زدم به هانسفیلد که چک منو بفرستن. من اصلا خبری نداشتم. من خودم از لس آنجلس با هر دو مقتول تلفنی صحبت کردم، همه با هر دو، هم با آقای براون هم با خانم سارا تلفنی صحبت کردم. من این آقای براون کی بوده؟ دوست بنده، دوست بنده و دوست خانومم. بله. هم اتاق، چجور رو بگم، رومیت. چجور رو بگم، تو فرهنگ فارسی نداریم. دوست نه طولانی. بله، خب بله، اینجا خیلی از دانشجوها وقتی میان به خاطر گرونی خونه و آپارتمان اینها رومیت دارن، بعد معمولا با اون رومیت ها هم دوست میشن. بله، تمام مقاله من میدارم آقای محترم. بله. من سه تا جاب داشتم، سه تا کار. من هم تو FCI یک شرکت بین المللی تو هانسفیلد کار میکردم، هم تو UAH میرفتم، هم تو دیری کوین کار میکردم، هم کاتین چمن لان موین. سه تا جاب داشتم، سه تا شغل تو هانسفیلد ولی توی لس آنجلس من رفتم تو اتر یه دو مهندس ایرانی بره کردم که توش خواستم شهرداری لس آنجلس استخدام کنم، حتی اپلیکیشن به من داد، به من اپلیکیشن داد که من فرمش کنم. ایرانی ها؟ بله مهندس ایرانی تو لس آنجلس، تو لس آنجلس مونسیپال که حال. بله خلاصه شبای ماه رمضان بود، من میرفتم مسجد، تو مسجد میرفتم. آقای محترم خیلی معذرت میخوام، من داد میکشم، اعصابم فوق العاده خرد شده. میخوام اینو بگم، من تو شب محرم میرفتم قاطی مسجد با ایرانی ها، قشنگ نماز روزه خیلی شدید، خیلی شرایط خیلی مناسب بود. خلاصه 20 روز 30 روز بعدش منو چیز کرد، پلیس FBI اومد در خونه منو چیز کرد، منو دستگیر کرد. بله. و بعد از 5 سالم یک دونه این آلبایا رو نمیتونه پیدا کنه. خلاصه اینو بگم، من قاتل نیستم، من این جنایات رو نکردم و میتونم ثابت کنم. توجه فرمودین چی شد؟ منتها وکیل بنده برادر آقای تیم مورگان بود، توجه شده، برادر خونی داستان من بود. این خودش نقض حقوقه، اصلا خلافه، بهش میگن conflict of interest، اصلا خلاف شدیده. به هر حال التماس دارم اگر اجازه بفرمایید من به انگلیسی یک چند جمله رو بگم. بفرمایید. I am hurting severely in pain physically, mentally and emotionally since December 1999. Please find me a big law firm pro bono all the stuff to help me, or at least find me any kind of help. All I'm asking is seeking truth and justice. Seek the justice. آقای شریفی، به اصطلاح این محکومیت شما و اینها بر اساس اون چیزایی بوده، فرنزیک یا اینکه دی ان ای بوده، چی بوده، یا اسلحه مال شما بوده، به اسم شما بوده؟ چون بله اینا رو یه مقداری لطف کنید توضیح بدید. من اسلحه از هانسفیلد خریدم، تو هانسفیلد. بله این حقیقتی و مدرکشو دارن. بله. یعنی اینو من نمیتونم چجور اصلا بگم گیرش خالی در کنم یا بگم دو منطقه اصلاح همسره رو نتونست پیدا کنن یا پیدا کردن عوضش کردن، اصلاح دستگاری شده. آقای محترم، این اصلاح قطع نیست. چرا؟ من از خود لس آنجلس با هر دو مقتول صحبت کردم. آقای محترم، من از لس آنجلس با هر دو مقتول صحبت کردم. چجوری اصلاحه از آنه با ما بیه تو ماشین رو پیدا شد؟
محاله، غیر ممکنه. بله، شما درباره کانفلیکت آف اینترست صحبت کردید و اینها. این دوستمون که وکیلم هست میپرسه که آیا شما امروز وکیل دارید؟ ضمناً وکیل شما میدونه که دارید مصاحبه میکنید. من نگاه کردم وبسایت این زندان آلاباما رو، قبلا تلفن مشکل داشته ولی امروز از یعنی این سالها از بین 8 صبح تا 11 شب اینا میتونن به هر جایی با خرج خودشون زنگ بزنن. ولی خب لطف کنید شما پاسخ این دوستمون رو بدید. آیا وکیلی هم دارید امروز این زمان که من الان خود اپوینتد لویر. بله، خود اپوینتد لویر. این حتی تلفن کال من اکسپت نمی‌کنه، نامه های منو جواب نمیده. بله بله، این حتی تو خود داخل هانسفیل که دومین خودشونه، یعنی قدرت خودش، سرش به قدمی برای من بر نداشته. البته فرمون چیشه، من نمیتونم اخراجشم بکنم. چرا؟ چون من پولی ندارم من وکیل بگیرم. بله، اجازه بدید بگیم که اپوینتد لایر میشه وکیل تسخیری که معمولا برای افرادی که وضعیت مالی خوبی ندارن یا وضعیت مالیشون اجازه نمیده که وکیل بگیرن، دادگاه وکیل میگیره. مخصوصا فکر کنم اونایی که حکمشون حکم اعدام باشه خود به خود باید اپیل بشه، فرجام بشه و اینها. ولی شما مثل که تا اون سوپریم کورت آلاباما هم رفتی و برگشتی، چطور به سوپریم کورت خود آمریکا مثلا شکایت یا دسترسی پیدا نکردی؟ بله، سه مرحله است. این مرحله اپیل اقدامی بهش میگه کپیتال میده، سه مرحله. یکی دایرکت اپیل، یکیش پوست کاندیشن تو مرحله استیت که تو آلاباما بهش میگن ریور سرتیتو، یکی هم فدرال هیبیس کورپس. من الان تو مرحله دوم هستم، قدم دوم. من دایرکت اپیلمو از دست دادم. الان من الان مرحله اول سیفش تموم شده، من الان تو مرحله دوم هستم. بهش میگم استیت، آلاباما استیت پوست کاندیشن فیز، یعنی مرحله دومش الان هستن، یعنی بعد از محکوم شدن. بله بله، 30 سال پولش میاد آقای محترم، 30 سال 20 سال الان ما اینجا اعدامی داریم، داخل اعدامی داریم. خود آقای انتونی ری هیلتون 29 سال تو اینجا اعدامی بود، اگزونریت شد. بله خب حالا این اتفاقات خوبه آقای شریفی، از این لحاظ شکایت نکنید که اینا طولش میدن، این خوبه و شانس شما زیاد میشه. همین دیروز دو تا کیس، یکی تو ویرجینیا اگه اشتباه نکنم، یکی توی تگزاس، ثابت شد که کسانی که یکیش 17 18 سال، یکیش 30 سال زندان بوده و اینها به جرم قتل و اینها، هر دو ثابت شده که اینها بیگناه هستن. یا یکی دیگرش اصلا قانون عوض شد تو تگزاس، چون طرف با دوستش رفته مثلا برن یه جایی سینمایی چیزی، دوستش رفته تو فروشگاه و برگشته اون دو نفر رو زده کشته. بعد اینم به اصطلاح ایشون رو هم به جرم کشتن دو نفر باز دستگیر کردن و به چیز محکوم شده، به اصطلاح اعدام. بعد حالا گفتن بابا اصلا این تو ماشین که نشسته بوده نمیدونسته که اون داره تو فروشگاه چه کار میکنه. و بعضی وقتا آدم ها وقتی صحبتهای شما رو میشنون فوری قضاوت میکنن که نه بابا دروغ میگه، نمیدونم عصبانی بوده از دست زنش، خب اصلا هم داشته کار رو راحت کرده و حالا که به دام افتاده اینجوری حرف میزنه. من از اونایی که اینجوری قضاوت میکنم خواهش میکنم اصلا کاری به این مسئله نداشته باشن. ولی اگر افرادی هستن که میبینن، شاهد هستن که سالهای سال سیستم آمریکا یکی پس از دیگری داره ثابت میکنه که اینهایی که روی به اصطلاح دد رو هستن به اشتباه هستن، یک دوم حتی اگر اینها متهم باشن و حقیقتا این کار رو انجام داده باشن، استانها یا ایالتها یکی پس از دیگری این پانیشمنت، کپیتال پانیشمنت یا به اصطلاح جرم بزرگ اعدام و اینها رو یکی یکی بر میدارن و از بین میره و میگن طرف ماکسیموم باید همه عمرش در زندان باشه بدون هیچ فرجامی یا بدون اینکه بتونه زودتر آزاد بشه. باز من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. و دوستان اگه بخواد با شما تماس بگیرن چه باید کرد؟ بله اگر بنا به هر دلیل خط شد من میتونم مدیران رو زنگ بزنم، نگران پول تلفن نباشید. دوم، پس یک، من اسلحه رو برای حفاظت خودم خریدم، اسلحه رو هم برای حفاظت خودم هم برای حفاظت همسرم، چون دشمن داشتیم آقای محترم. بله.
من حتی روز 13 هم خود دشمن همسرم به من از خود جاده میموریال پارک به اقل ماشین من توفنگاری کرد، تیر اندازی کرد. آقای محترم جای گلوله دشمنم توی ماشینم هست، منتها عکسی که عکس شد کاپوتش اینا رو گرفت و خود وکیل توی چی بشنم ترایل وکیل وکیل محاکمه اشتخاب نکرد. این خودش اصلا خلافه، اصلا شما رو اصلا اکسایی که گرفته بود از کاپوت ماشینم نشون نداد. من دارم عکس شما رو نشون میدم، با وجودی که شما دانشجو بودید آمدید. من دارم اینو میگم که اون عکسی که با هدفون رو گوشتون هست نشون میده که شما اون موقع زبانتون انقدر خوب نبوده که این چیزای دادگاه رو هم متوجه بشید، حتی از مترجم و از گوشی و اینها استفاده میکردید، درسته؟ بله. این حقیقت، چون hearing comprehension به خصوص legal terminology legal term is very complicated. این واقعا سخته. یک، این یک مسئله توفنگ رو شما فرمودید. دوم، مسئله خون، مسئله DNA فرمودید شما. از 7 تا DNA sample 7 تا 4 تا شو اصلا افشا نکرد دادستان. تبتی فرمونی چی شد؟ بله. خودش خلاف نقض بشره، بهش میگن Brady violation، prosecutor misconduct، hiding evidence. تبتی فرمونی چی شد؟ بله. از هفت تا بهش میگن دیلی بلاف سنتم، از هفت تا فقط سه تاشو افشا کرد. تبتی فرمونی چی شد؟ از نمونه های خونی که برداشته بودن از هفته، از محل قتل، از مثلا حالا منزل بوده یا داخل اتومبیل بوده یا موقعش تو جسدها توی رودخانه پیدا شده. اون این هفتا قطره خونی رو که تو داخل آپارتمان پیدا کردن، از این هفتا چهار تاشو فقط پیدا افشا کردن، سه تاشو مدر رو خواهد، چهار تاشو اصلا افشا نکردن. یکیش، یک دونه از این چهار تا به قاتل اصلی باشه، من بیگناهیم 100%، یعنی سریع آزاد میشن. خب شما که به من گفتید، بله شما که به من گفتید اون سازمان هایی که مثل Innocent Project اینها فقط تو کیس هایی که DNA هست، بله. چرا از طریق همین یه قسمت شما اونها رو اینوالو نمی کنید که بگید؟ بله. چون دلیلش اینه، چون اینها اولا من باید اون DNA تو دستم باشه، من تو دست من تو دست DNA تو دست وکیل مدافع من نیست، خود فاسی چی میتونم افشاش نکرد. لذا این یکی به روی یه DNA رو هوا توجه فرموشه. موقع که من کلمه DNA بخوام بکنم باید وکیل من تو دستش باشه. لذا اگر این سواجت عکس فشار روی دادستان بذاره، باید سوالش کنن، باید ظاهرش شدن. اگر هنوز چیز نشده باشه، خراب نشده باشه، حتی دی ان ای معمولا، یا حتی خود الان من نمیدونم اصلا اسلحه نگه داشته نداشتن. بله. من الان هیچ اطلاعی ندارم. میفهمم چی شده. بله. آقای میگم در از چند سال 20 سال 30 سال 10 سال شاید من مدارک چیزش کنن، اصلا نابودش کنن. بله. من یه بار دیگه از شما خواهش میکنم، هم به فارسی به زبان خودت، هم به انگلیسی بگو به بیننده های تلویزیون مردم که بله. چه کمکی اینها میتونن یا امکان دارن و شما چی میخواین اگر کسی میتونه چه کار انجام بده، چجوری هم با شما در تماس باشن؟ اینها میتونن اسم فامیل من محمد شریفی، ایاسنامه رو Z709، آدرس من رو دارید، هولمن 37 اتمور الاباما، زیپ کد 36503. خب بذارید اینجوری بگم، اگر مشکلی بود میتونن با من تماس بگیرن، من اون اطلاعاتی رو که شما دادید حالا چه کمکی، هر نوع کمکی که مقدوره، کمک مالی تو حساب من یا تو حساب شما یا تو حساب وکیلم، به حساب شما بریزم. شما
کمک اجتماعی، کمک فرهنگی، چی بهش میگن، سیاسی، هر گونه فشار که مثلا که بگذارم که مثلا آقای هر نوع پرزیدنت حالا هیلری کلینتون میشه یا هر پرزیدنت میشه، من اینو بگم، من فقط عدالت رو میخوام. بله ممنونم از شما. بله شما گفتید که بعضی وقتا 20-30 سال طول میکشه، الان شما 16 سال هست که در زندان هستید، درسته؟ بله بله. آیا تاریخی هم دیگه میتونم گفتش بدم آقای فارسا؟ میفهمم. میتونم 20 سال دیگه میخوام همینو بگم داشتون این در الان داره عقل وقت به علم من میخره. میفهمم. من الان 72 سالشه داره میمیره، مادره 80 سالشه. بله این عکسی که از مادرتون هست، من اگه اشتباه نکنم یه بار با مادر شما تلفنی صحبت کردم، مادر شما، فامیل شما اینجا هستن یا ایران هستن؟ نه مادر و پسرم در تهرانه. بله. بابای من هانسفیله، بابای من هنو کارشاب نداره. بله بله. نه اینجا خودم داغون دارم میشه. بله. اصلا اون جسمم خراب شده. بله من عکس مادرتون با پسرتون نشون دادم و امیدوارم که اگر شما بیگناه هستید که دارید خودتون اذعان میکنید بیگناه هستید، به زودی آزاد بشید و مثل نمیتونم هزاران پرونده نه، ولی مثل پرونده های زیادی که من خودم 30 سال اینجا شاهد هستم که هر هفته و هر روز نه، ولی هر از مدتی یکیشون میان اعلام میکنن که این 30 سال بیگناه تو زندان بوده، 40 سال تو گناه بیگناه تو زندان بوده. سوال من باز اینه، آیا تاریخ معینی اعلام کردن برای اعدام شما یا فعلا منتظر این مراحل هستن که طی بشه؟ نه تاریخ هنوز معین نکردن، ولی یک خبر مثبت حالا من به شما بدم که مثلا تحصیل به خود شما و تماشاگران تلویزیونتون قوی بشه. Go to innocenceproject.com. بله بله. innocenceproject. فکر کنم دات اورگ هست. فکر کنم دات اورگ. دو هزار و 500 نفر فقط ما DNA اگزونریشن داریم ما. بله بله. 156 نفر go to Death Penalty Information Center Washington DC. 156 تا اعدامی در آمریکا اصلا آزاد شدن، اثبات بیگناهی کردن. تو خود ایالت آلاباما 9 نفر اعدامی الان آزاد شده، اثبات بیگناهی کردن. معنیش چیه؟ عدالت آمریکا کامل نیست، منتها تو کل کره خاکی بهترین سرزمینه، عدالتشون بهترین سرزمینه، سیستم عدالتشون بهترینه. در شهر چیان قانون کانستیتوشن خیلی عالیه ولی کامل نیست. بله یعنی بهتر از جای دیگه است ولی بهترین نیست. بله ممنونم از شما آقای شریفی، امیدوارم که با خبرهای بهتری با شما باشیم در آینده و این دوستان هم تا اونجایی که میتونن. فقط من یه خواهشی از اینا میکنم، از لحاظ کمک‌های مالی شما گفتید تلویزیون مردم رو میتونید سپورت کنید که برنامه‌های اینجوری داشته باشیم، کمک کنیم به دیگران، ولی در رابطه با آقای محمد شریفی اگر میخوان کمک کنید با من تماس بگیرید، من مشخصات زندان و مشخصات به اصطلاح چگونه میتونید با ایشون در تماس باشید که به خود ایشون مستقیما کمک کنید که این بلندگویی رو که ایشون داره، همین تلفن رو از دست نده و بتونه تماس بگیره. خرج خیلی گرونیه تلفن اینها، مثل من و شما نیست که از اینجا به ایران زنگ میزنیم 10 سنت. اینها دو تا شرکت مثل که فقط مونوپول دارن اونجا و پول زیادی میگیرن. منم بیشتر از این شما رو معطل نمیکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آقای سودی یک دنیا ممنونم، یک دنیا ممنون از وقت زحمات همه چون از همه چی، همین که صدای گرمتونه میشم، یک دنیا ممنون از همه چیز آقای محترم. هر گونه وکیل، هر چیز جورنالیست، لا پروفسور، فقط کنم بیا رو پروندم، التماس دارم. یه سوال دیگه اگه، بله یه سوال دیگه، اگه کسی ایرانی تو اون منطقه باشه، تو اون ناحیه آلاباما و اینا، اونها میتونن بیان ملاقاتتون یا فقط باید فامیل باشه و به اصطلاح وابستگان درجه یک؟ هر کسی بخواد ملاقات من بکنه، اول من باید اسمش اصلا نامه به من باید بفرسته. بله بله. من اسمشو باید تو ویزیتیشن لیست بگذارم. بله. بعدن باید من ملاقات کنه. متوجه شد. بله. این سادگی نیست. بله.
بسیار ممنونم. حالا امیدوارم که همون بله خبرهای بهتری از شما داشته باشیم و روزهای بهتری در انتظار شما باشه. خیلی خیلی ممنونم. قربان شما. امر نیست. قربانت. خدا نگهدارت باشه. قربان شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ. بله دوستان عزیز، همین جوری که این آقای شریفی گفتند، درسته که سیستم آمریکا به اصطلاح بهترین هست از لحاظ دادگاه و اینها، ولی کامل نیست. حالا جالب اینه که همین امروز من قبل از اینکه به اصطلاح برنامه رو شروع کنم، نامه ها رو رفتم گرفتم از این صندوق پستی و برای من آمده که جوری کوئشنر، یعنی اینجا میدونید که سیستم دادگاهش، این کامران که نمیاد یه بار توضیح بده چگونه است. بعضی وقتا ما میبینیم هیئت منصفه قضاوت میکنه، تصمیم میگیره، بعضی وقتا میبینیم خود قاضی مستقیما، بعضی وقتا میبینیم طرف حق داره که بگه من نمیخوام هیئت منصفه قضاوت کنه و میخوام مستقیما قاضی. باور کنید دوستان، ما اگر این همه ساعت که به بتالت تلف کردیم درباره سیاستی که هیچ کدومونم وارد نیستیم صحبت کرده بودیم، اگر هر کسی اون رشته ای رو که بلد هست، آقای کامران عزیز در رشته حقوق، دوست دیگه ای در رشته برق، دوست دیگه ای در رشته IT الکترونیک، اینها بیان توضیح بدن، ما آدمای داناتری میشدیم توی این 37 سال و چون جامعه داناتر و آگاهتری داشتیم وضعمون بهتر بود. بله میدونم الان همتون میگین وضعمون خوبه، ایرانی ها همش این ور و بر مینسن، پولداریم، چنین و چنان. من درباره هیئت منصفه بودن و یا منصف بودن و اینها چند بار تا حالا توی فیرفکس برام نامه اومده که باید بیا شرکت کنی و براشون خیلی قشنگ نوشتم آقا من اصلا دم دادگاه که رد میشم قلبم شروع میکنه به ضربان زیادتر زدن. من فیلم ها رو که نگاه میکنم نشون میدم، میبینن این 12 تا میگن این اعدام شد فلان، همون موقع من بعضی وقتا میگم نه این محق اعدام نیست. و ضمناً در رابطه با این پرونده آقای محمد شریفی، من یه مقدار این دو سه روز گذشته هر وقت که وقت داشتم مطالعه کردم و به قول آمریکایی خودم رو ادوکیت کردم، دیدم که توی آلاباما میگه مثلا 10-2، من شنیدم که 12 تاشون باید رأیشون به اصطلاح چی میگفتن، به رأی اتفاق آرا، یعنی همه با هم متفق باشن که این رأی رو بدن و اگر حتی یک نفر موافق نباشن قاضی باز باهاشون صحبت میکنه و اینها. اون موقع میگن هنگجوری شد، یعنی اینا به توافق نرسیدن، دوباره از نو محاکمه رو شروع میکنن. و نمیدونم در صورت، چون من در این رشته زیاد نمیدونم، اجازه بدید که زیادم صحبت نکنم. من امروز فقط هدفم این بود که این میکروفون رو چند دقیقه‌ای در اختیار یک نفر بذارم که احتیاج به کمک داره. بابت این به اصطلاح کمکی هم که این تلویزیون و این بلنگو در اختیار این آقا بوده، من یک پنی نگرفتم. حالا اگه یک کسی دوست داشته باشه حمایت کنه، خب ممنونم، خوشحال میشم. ولی ضرب المثلی داریم، میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. ماجرا رو تو کتاب فارسی خوندیم. همین نامه ها رو که دیدم، نامه هیئت جوری و وابیلا آمده که حالا بیا توضیح بده و اینها که این کار انجام میدیم، دو تا نامه دیگه هم داشتم. یکیش از هوشنگ عزیز که من نمیدونم این هوشنگ به چه سرعتی نامه رو نوشته و پول گذاشته داخلش رو پست کرده. اون وقت تازه به خودش میگه هوشنگ تنبل و ترسو. ای کاش همه ایرانی ها مثل شما تنبل بودن. فکر کنم اگر ببینیم تو، بشناسیم، از شجاعت و شهامتت با خبر بشیم، اون وقت شاد آرزو کنیم که همه ایرانی ها هم مثل شما ترسو باشن. در صورت امروز این نامه به دستم رسید و باز یکی از این 100 دلاری های نو نازنین با عکس فرانکلین، اینا خیلی نوه، هوشنگ نکنه خودت تو بیسمنت، نه تو آپارتمان زندگی میکنه، نکنه خودت تو اتاق اینا رو چاپ میکنی ما رو بگیرن اینجا. در صورت فرستاده بود، ممنونم. من این رو به این حساب میذارم که چون کمک کردم به کسی که در بنده، شما هم این کمک رو کردید که ما در این تلویزیون رو نبندیم و باز بمونه این سکوی ارتباطی، این بلنگو برای دیگران.
نوشته سوربی جان، از لطفی که در ارسال کتاب برای من میکنید و به پستخانه میروید و وقت خود را برایم میگذارید بی نهایت متشکرم. منم از شما ممنونم. این دفعه داخل کتابا یه چیزی هم برات میفرستم که اصلا نمیتونی فکرش کنی. اگر فکر میکنی که میتونی فکرش رو کنی برای من از امروز بنویس اینه، 20 سالی بود و بنویس اینه، بنویسم نه اینه این تا آخر وقتی به دست رسید بگی بابا این دیگه چیه، من اصلا فکر همچین چیزی رو نمیکردم. ممنونم. خب از هوشنگ گفتم، از پتیکم تشکر کنم که پتیکم مثل همیشه ما رو حمایت کرده و والا اونایی هم که بدهکار ما هستن، اونایی هم که باید ماهیانه به ما پول بدن برای سرویسی که انجام میدیم، مثل شما اینجوری مرتب و منظم و قبل از ماه که برسه به ما پول نمیدن. امروز 22 ماه آگست، ایشون برای سپتامبر و اکتبر چکشو فرستاده. ممنونم از شما، متشکرم و نمیدونم این واقعا مثال که نه، این گفته ای که میگن نمیدونم به چه زبانی از شما تشکر کنم، این واقعا اینجا بعضی وقتا درسته و من میمونم که به آدم های مثل شما چی بگم، چگونه از اونا تشکر کنم. خب داریم درباره خوبی های دوستان میگیم، اجازه بدید بریم بوستون و به منوچهر هم سری بزنیم. منوچهر پیام گذاشته بود، اون پیام رو گفته بود که توی برنامه پخش نکن چون در رابطه با خودم بود و خودش بود و کتاب ها بود که عکس بگیرن و اینها، ولی بعد این پیامی که فرستادن درباره دو تا موضوع گفتن، یکی درباره همسر امیر کبیر، گویا به اشتباه گفته بودن، این بار درستش کردن که این رو سعی میکنیم توی برنامه یه نیم ساعت 20 دقیقه راجع به امیر کبیر زندگی نامش بگیم، یا اگر کسی یه ویدیویی در این رابطه سراغ داره خوبه بفرسته که ما بذاریم روی، گفتم بهتون مردم ریپورت رو اون قسمت سمت راستش که حالا بهتون نشون میدم، هر ویدیویی، چون برای یه نفر نوشتم ویدیو دلخواه، نوشت من ویدیو ندارم، گفتم آقا من نگفتم ویدیوی خود شما، نوشتم ویدیوی دلخواهتون، یعنی اگه یه ویدیوی رو دوست دارید مال معینه، یه ویدیوی مال آسمونه، یه ویدیوی مال اینا رو بذارید، اون دوستان که میان اونجا اونها انتخاب دارن که اینو نگاه کنن تا آخر یا بزنن برن بعدی. دیدم آقای ارشاد و یه دوست دیگه این کار رو که انجام دادن، گویا لینکی که من اون روز گذاشته بودم لینک اون کار نبوده و یه لینک دیگه ای رو باید میذاشتم که آقای حسن ارشاد از ایران نوشته بود این لینک کار نمیکنه. ممنونم اون کسی که میره و ایراد ما رو به ما میگه، ما باید ازش ممنون باشیم. بعضیا میگن آقا انتقاد سازنده خوبه ولی انتقاد مخرب بده. من فکر میکنم هر انتقادی سازنده است، اصلا انتقاد مخرب نداریم. یعنی چی؟ یعنی یه انتقادی رو مینویسن برای شما میفرستن، این پاکتی که باز میکنی بم منفجر میشه و خراب میشه، یا بهت میگن آقا این کاری که میکنی درست نیست، انتقاد. در صورت همه انتقادها سازند است. دوستمون آقای محمد شریفی اگر این برنامه رو میبینید، اتفاقا آها ایشون نشته برای محمد لطفی، نه ایشون محمد شریفی است، دوست عزیز محمد شریفی نوشته که If this man was in Europe I would have said that this only crime in his prename محمد. میگه این اگر توی ایران بود میگفتم که این جرم و جنایت و اینها به خاطر اسمش، prename یعنی first name، یعنی اسم کوچیک دیگه، نه به خاطر اون هست. I don't know if in US it's the same but in Europe محمد is definitely criminal. میگه که نمیدونم که توی آمریکا هم این هست یا نه، ولی تو اروپا اگه اسمت محمد باشه بیگناه هم باشی سرت بالای دار میره. منظور شما این بود آقا رضا؟ در صورت ممنون و متشکرم. احتمال خیلی زیاد چون این ماجرا بعد از سپتامبر 2001 اتفاق افتاده، نه ایشون میگه که نه قبل از 2001، ولی شاید بعدش دستگیر شده و اینها، یه مقداری ممکنه هم محمد هم شریفی هم ابرو مشکی هم اتفاقا چی میگن موی، ببینید الان من عکس ایشون رو نشون میدم، شما اون موقع اگه میدیدید با این جوی که درست کرده بودن، این عکس موقعی بوده که
الان ایشون گفت 50 سالشه، اون موقع احتمالاً 35 32 سالش بوده قبل از اینکه به اصطلاح این ماجراها پیرش کنه، چون حتی هفته پیش تو زندان باز با چاقو زده بودنشون اینها، که ماجرای خدا کنه که پای هیچ کس به زندان نرسه. و روزگار غریبی است که بعضی از این دوستا با هزاران امید و آرزو میان به آمریکا، ولی به اصطلاح سرانجامشون ختم میشه به زندان. ما یه دوست دیگه هم داریم که توی آلمان بود و خیلی آدم زرنگ و فعال و اینهایی بود، به من گفت که اسم من رو تو تلویزیون نگو چون خانوادش نمیدونن که این زندانه. ماجرای اون محمد که چی بود، ممل آمریکایی که برای فامیلش مینوش که گستیشن داره اینجا بعضش خوبه و اینها، ولی توی زندان بوده و اینها. اینم بنده خدا گویا اینجوری هست و اونم آمد اینجا به یه عشق و به یه امیدی و گرین کارت برنده شد و اینها، ولی الان گوشه به اصطلاح زندان، اون تو کالیفرنیا است، این دوستمونم که توی آلاباماست. خب امروز همونجوری که بهتون گفتم دوشنبه 22 آگست هست، اول شهریور 1395 در آمریکا، به این افرادی که حکم اعدامشون صادر شده ولی روزش هنوز معین نیست میگن dead man walking، یعنی مرده هایی هستن که فقط راه میرن. چون واقعا هم سخت فکر شما، اصلا فکرشو بکنید یکم، هیچ وقت خودمونی که جای اینا نمیتونیم بذاریم. حالا از اون dead man walking بیایم سراغ real dead man، یک آدم مرده سیاسی حقیقی به نام آقای رضا پهلوی، که من باور کنید دو روزه هر وقت که از هر جا ناراحت میشم این ویدیو رو یه نگاهی میکنم، ویدیو رو فیسبوک هست و یه خنده‌ای به لبم میاد. البته این خنده میتونه گویای این باشه که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. 54 نفر که چند تاشون رو من میشناسم، خواهر آقای داریوش همایون، اون آقای آریو برزن پیروزنیا، خانم رکسانا گنجی، اگه بشه بگیم به این امید نادان، آقای امید دانا، آقای سیروس شرفشاهی، اگه اشتباه نکنم 54 تا اسم. اولا ببینید، شما بعد از 37 سال خواستید یک نامه ای رو با ترس و لرز به صورت ویدیو به یه آقای بیکاره ای که نه هنوز شاهه نه دیگه ولی عهد بفرستید. اصلا ببینید چقدر انقدر دارید احترام بی خود میذارید که گفته شما قایم شده توی اون. بعد بذارید اصلا بهتون نشون بدم، نوشته آخرین هشدار به آخرین ولیعهد، یعنی همین دیگه چی بگم، اولتیماتوم آخری رو مثل شما دیدید یه نفر به شما پول بده کاره، شما هی به زبون خوش بهش میگید، اون طرف از رو نمیره، آخر کار میرید بهش میگید که این آخرین هشدار منه، اگه پول من رو ندید مثلا میبرم تون دادگاه، یا اگه احمق باشید خدای نکرده بهش میگید اگه پول من ندید خونت رو آتیش میزنم، این کار میکنم اون کار میکنم، که اونم نونش میفته تو روغن و میره شکایت شما رو میکنه. این روزا هم اگه با دوربین از تو فیلم گرفته باشه اینها، که اصلا همه چیز به نفع اون میشه، و اگه تصادفا خونش حتی میخواسته تخمر درست کنه با روغن آتیش میگیره، میاد یقه شما رو میگیره. بمانه این آخرین هشدار به آخرین ولیعهد. دوستانی که همتون ماشاءالله دکتر مهندس هستید، بیاین برای من دیگرانی که مثل من بی سواد هستن و همه تو حزب خران هستیم توضیح بدید یعنی چی. شما در چه مقامی هستی که به یه نفر که خودش میگه من هیچ کاره هستم، شهروندم، هشدار بدید؟ یه وقت میبینید که شما یه نفر رو استخدام میکنید، بهش حقوق میدید، این آبدارچیه، تلفنچیه، معاون شماست، منیجر شماست، مدیر کل شرکت شماست، کاری رو که شما بهش حقوق دادید و اون باید در قبال این حقوق وظیفه رو انجام بده،
به قول معروف انجام وظیفه نمیکنه. شما بهش میگی که ببین شما الان دو هفته است هی داری دیر میای، مشکل من نیست که ماشینت خرابه، مشکل من نیست که مثلا با زنت دعوات میشه، مشکل من نیست که بچه‌ت مدرسه دیر میرسه و اینها، اگر سر وقت نیای اینجا من مثلا اخراجت میکنم. ببینید این سه قسمت داره. اول اینکه اون طرف باید برای شما کار کنه، مسئولیتی داشته باشه، بهش شما وظیفه ای رو محول کرده باشید. دوم شما ببینید این وظیفه رو انجام نداده، حالا که بهش هشدار میدید اگر انجام نداد خوب نشد میکنینش بیرون. آخه خانم رکسانا گنجی، خواهر آقای داریوش همایون، الان اسمش یادم نیست، بذارید تو این نوشته ای که دکتر احمدی یا دکتر یکی برام فرستاده، میگم یادم میره از بس اینا رو من چپ و راست میبینم. ببینیم که آخرین هشدار، بله ببینید، بله اینجا، نه این که روی یوتیوب، یکی بود که روی یکی از این، میگم دیگه این روزام رسانه ها، تلویزیون شده روزنامه، روزنامه شده مجله، مجله شده شبنامه، شبنامه شده رادیو، رادیو شده همه قاطیه. برای من فرستاده بودن توی اون اسامی بود، بذارید من ببینم میتونم اون اسامی رو پیدا کنم که اس ام اس، نه این هم نه، آهان اینه، بله نه، این که هما آبدین دستیار هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در یکی از انتشارات رادیکال اسلامی فعالیت داشته یا دارد. این خانم من میدیدم، اولا فکر میکردم ایرانیه ولی پاکستانیه، خیلی آدم بد اخلاقیه. این همونه که شوهرش نماینده مجلس بود و شوهرش، اینا که نماینده مجلسن بیچاره، خب یه جوری هم یادتون اون وقتا طرف میگفت که وقتی این میره مسافرت و اینا یه زنی تو اون شهر داره، حالا اینجا چون میخوان نیاز قانونی نیست که دوتا زن داشته باشن، مجبورن که یه جوری خودشونو مشغول کنن. این آقا همونیه که عکس قسمت پرایوتش یا حالا آلت تناسلیشه یا با شورت و اینا رو برای کسی فرستاده بود، جدیدن هم باز یه مشکلی دیگه پیدا کرده، البته مشکل پیدا نکرده، خودش میره مشکل رو پیدا میکنه و نوشته بود که این روزنامه ها دنبال من هستن. خواستم بگم احمد اگر واقعا قبول داری که روزنامه ها دنبال تو هستن، اگر یه خانمی میاد به شما زنگ میزنه و میگه من چنین و چنان، بهش بگو که من I'm not interested، من مایل نیستم، بذار بره دنبال کار و زندگیش. در هر صورت اینم دنبال این اسم خانم به اصطلاح خواهر آقای هوشنگ جالینوس یه همچین اسمی داره، من میخوام از اینا بپرسم شما چه انتظاری داشتید از رضا پهلوی توی این 37 سال؟ چند بار این باید به زبان بی زبانی و با زبانی و با رقص شطوری و با دروغای بزرگ که دارم میرم خامنه ای رو میبرم دادگاه لاهوری بره چلو کباب بخوره، با دروغای بزرگ که فلان سازمان و تلویزیون راه انداختم، بعد میبینیم یه ساعتی تلویزیون از صدقه سر تلویزیون اندیشه از آقایی که ماشین فروشی داره میگیره، شما چند بار این باید جیلین جیلان دایه این الوقتی هم یادت نمیاد دیگه، مغزت رو اونجوری بلاک میکنه. بماند این از این ماجرا. اگر درباره این موجود مرده سیاسی آقای رضا پهلوی صحبتی دارید، روی فیسبوک هم من به شما نشون میدم، برید ببینید اونجا بنویسید و اگر خواستید هم میتونید بیاید تو برنامه من چند دقیقه در این باره صحبت کنید. چهارشنبه با آقای به احتمال 99%، 1%ش اگه ایشون یه وقت اشکالی پیش بیاد، به احتمال 99% با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود، با آقای پرویز مینوی خواهیم بود، جمعه با دوستان کانون آوا خواهیم بود و جمعه ساعت 3 بعد از ظهر از یک خانم جوانی که اول فکر میکردم شیرازیه و در کار تهیه ویدیوهایی هست که برای سالم بودن، برای بهتر زندگی کردن هست و اینها، و ویدیوهای خیلی قشنگی درست میکنه، خیلی خودمونی. من اول وقتی این باغ و نمیدونم درختار رو اینا رو نشون میداد فکر میکردم کالیفرنیا هست، ولی ایشون در کلن آلمان زندگی میکنه، همسایه آقای یزدان خدابندلو. جمعه شاید با ایشون هم مصاحبه‌ای داشته باشیم، ولی همه اینها رو شما ول کنید، بریم کالیفرنیا، بریم سراغ
این دوست جوان 15 سالمون قبلا هم عکس ایشون رو توی تلویزیون من نشون دادم و این پسر 15 ساله کسی نیست به غیر از فریان هروی، پسر دوستمون آقای بابک هروی که الان چند مدت هست به اصطلاح با بیماری سرطان داره دست و پنجه نرم میکنه. خبر خوب اینه که فکر کنم همون بونمرو هست، اون ترانسفر، یعنی اون قسمتی هست که اینایی که سرطان خون دارن، نمیخوام الان اطلاعات غلطی بدم چون مهمم نیست، مهم اینه که این پسر 15 ساله‌ای که خودتون اگر پدر باشید، اگر مادر بزرگ و پدر بزرگ باشید، مادر باشید، میدونید اینها باید الان به بازی و به اصطلاح با دوستانشون و خنده و شادی، ولی 24 ساعت ایشون باید روی تخت بیمارستان باشه. سه هفته پیش اون عمل ترانسفر یا اون عملی رو که باید انجام بدن، توی قسمت‌های دیگه میگن پیوند، فکر کنم به همینم اگه بگیم پیوند درست میاد، انجام دادن و حالا منتظر نتیجه هستن. همه چیز خوبه و لطف کنید دوستان با بابک هروی روی فیسبوک تماس بگیرید. درسته که من و شما نمیتونیم کاری انجام بدیم، ولی همین که یه احوال پرسی ازش بکنیم خیلی اینها رو قوی تر، اینها نمیتونن، اینها اجازه ندارن ضعیف باشن. خانم سیمای عزیز، همسر بابک یا خود بابک، اینها برای خودشون زندگی نمی کنن. باز من و شما می دونیم که پدر و مادرها برای بچه هاشون زندگی می کنن. اونایی که پدر بزرگ مادر بزرگ هستن می دونن که برای نوه هاشون زندگی می کنن. اینها هم باید مقاوم باشن، قوی باشن تا به زودی خبر بهبودی کامل فریان هروی رو بشنویم. فریاد جان مواظب خودت باش، یک کمی به قول سیاوش چیز هست دیگه، میگه طاقت بیار رفیق، قمیشی، طاقت بیار رفیق، این هم گذشتنی است، این مدت هم میگذره و امیدواریم که به زودی زود همه این معالجات اثر کنه و شما رو شاد و خندان باز ببینیم و داشته باشیم و خانواده هم از این لحاظ به اصطلاح راحت بشن و خیالشون راحت باشه. باز هم ممنون از شما دوستان که با یک ایمیلی، با یک به اصطلاح میگفتن با قلمی، با قدمی، اینها احتیاج به درهم ندارن، با درهمی، ولی چیز کنید و اینها رو خوشحال کنید. من ببینم که بله این عکس رو بیارم عوض کنم. مرسی، ممنون و متشکرم و با آرزوی سلامتی کامل برای فریان عزیز و قدرت و استقامت برای پدر و مادر فریان که بابک و سیما خانم هستن. خب تشکر از پتیک عزیز، هوشنگ گرامی، که این سبکوی ارتباطی رو باز نگه داشته و می‌دارن. تشکر از منوچهر عزیز، داشتم درباره منوچهر صحبت میکردم. منوچهر خان، پیام شما رو گرفتم. پاراگراف درسته، مجموعه چند خط رو میگن پاراگراف، ولی به فارسی بالاخره رفتم روی گوگل پیدا کردم، بهش میگن یک بند، یعنی چند خط تشکیل یک بند رو میده، چند بند تشکیل یک مقاله رو میده. یعنی شما میتونی اگه یه چیز برای من نوشتی، مثلا بنویسی که توی، به جای بنویسی توی پاراگراف 4 یا توی پاراگراف 4، بنویسی که توی بند 4 خط 3. این توضیح اون. و درباره امیرکبیر هم گفتم که یا خودت اگر دوست داشتی یک زنگ بزن توضیح بده، یا از یه جایی که داری میخونی بخون، و یا دیگران اگر ویدیویی هست لطف کنید بفرستید تا من نشون بدم. اگه امروز یک کمی برنامه من مخدوش، چی میگن مخدوش، نه، یک کمی پراکنده صحبت میکنم، باور کنید به خاطر این مصاحبه‌ای بود که با آقای محمد شریفی قرار بود داشته باشم. حالا دلیلش هم بهتون میگم، من تا حالا چندین مصاحبه داشتم با اینایی که تو زندان بودن، چه خانمایی که تو زندان سوئد بودن،
همه اونها هم میگفتن اگر ما کارمون درست نشه سوئد ما رو بفرسته ایران، یعنی دیپورت کنه، اخراج کنه، ما توی ایران اعدام میشیم. ولی همون موقع همه ما میدونستیم که اگر یه همچین اتفاق بیفته این بنده خدا برن اونجا بگن آقا ما غلط کردیم، جرمی نکردیم، فلان اینها، ما برای پناهنده شدن اینو گفته بودیم. خب اونا هم ول میکنن، اونا هم خیلی دنبال درسن نیستن دیگه، انقدر آبرو خودشونو بردن با این قطعهای نمیدونم 67 و اینها. ولی این یکی این دیگه شاید و اگر و اینها نداره، این مجرم شناخته شده به قتل دو نفر و محکوم هم شده و الان داره اونجاست که دیگه اون به اصطلاح کی نوبتش بشه اعدامش کنن. ولی باز خبر خوب اینه که همین دیروز که من داشتم به اصطلاح تماشا میکردم و گوش میدادم مدیا و اینها، دو تا اتفاق افتاد. یکی این که دو نفر رو آزاد کردن بعد از 17 سال اگه اشتباه نکنم که جرمشون هم قتل بوده، فهمیدم نه بابا اینا نبودن، بر اساس دی ان ای، همون چیزی که این آقای محمد آقای شریفی میگه، میگه و دی ان ای موجود، خونای دیگه ای که موجود بوده امتحان نکردن ببینن آقا اصلا این مال من نبوده، مال یکی دیگه بوده، شاید اون یکی الان یه جرمی کرده باشه دی ان ایش الان شناخته شده باشه دیگه، انون نباشه. و یکی دیگه شم که قانون تگزاس گفتن آقا شما فکر بکنید چقدر مسخره، اگه من با دوستم برم چلو کبابی بعد راه بیفتیم بیام این بگه من میخوام برم تو 7-11 سیگار بخرم، منم تو ماشینش نشستم، این بره تو 7-11 افطیرشو در بیاره به طرف بگه پول بده، پولی که گرفت تقیم اونو بکشه بیاد تو ماشین سوارشی بریم، منم خبر نداشته باشم پایین تر ما رو بگیرن، من هم همدست این شدم، نه اینکه من ماشین رو نگه داشته باشم که این بره بانک بزنه ها، ندونسته تو ماشین این نشستی، یعنی واقعا دیگه چه دنیایی میشه. شما دوستت هم میخواد بره یه جایی، باید از سوال کنی که شما قصد کشتن کسی رو نداری، نمیدونم فیلم بگیر، چی کار باید بکنیم واقعا، این دنیا داره به کجا میرسه؟ من که نمیدونم، گاهی وقتا میگم که یه دوستی داریم چند روز پیش اینجا خونهشون رو صاعقه زد و تمام تلویزیون ها و کامپیوتر و ایناشون از بین رفت. روز اول خیلی ناراحت بود، گفت اصلا انگار که یه چیزی گم کرده دارم. روز دوم گفت زندگی بدی هم نیستا، خیلی ریلکس هستم که الان نه کامپیوتر دارم نه تلویزیون دارم و فلان اینها، ولی همین دیروز دنبال تلویزیون خریدن و ردیف کردن. و آخه ما بشرم مرض داریم، حالا اگه خدایی بوده و داستان بهشت و جهنمی بوده و اینها، خدا یه جایی رو درست کرده گفته این بهشته، یه درختی گذاشته و یه سیبی و یه ماری و گفته برید اینجا زندگی کنید، ولی گفته به از این سیبه نخورید. حالا من نمیدونم این چه خدای مریضی بوده که اولا چیزی که ما نباید بخوریم گذاشته درست جلوم، دوما یه ماری رو، این مار بیچاره رو هم تو این داستان چپوندن بی خود نیما، از روز اول از مار میترسیم. خانم شوره آسمی روی فیسبوکش نوشته بود من از همه حیوانا خوشم میاد، از این مار میترسم. آقای دکتر اقتداری نوشته بود حالا ترس شما بیهوده است، ولی من در کوهستان لار که بودم شب خوابیده بودم مار اومده از رو بدنم رد شده و اصلا از نخ سیاه‌سفیدم میترسم. در هر صورت اگر باور داشته باشید به این داستان خدا و بهشت و آدم و حوا، خب نشون میده این آدم و حوا از روز اول مرض داشتن که توی بهشت هستی، خب قشنگ دیگه زندگی کن. البته اگه تو بهشتم مونده بودن چه زندگی خسته کننده ای میشد، نه هر روز لخت و پتی تو بهشت باشه. عجب داستان مزخرفی درست کردن. حالا این آقا پاپ که همه میگن این آقا خیلی پاپ خوبیه نمیره الهی، میگن بابا این از همشون بدتره. موقعی که درست کلیساها به سرحد کثیفی و زشتی رسید و پلید بودنشون به مردم دنیا ثابت شده بود و مردم هی خودشون را از کلیسا دور میکردن، این آقا یه دفعه حاضر شد، حالا یکی یکی داره مردم رو بر میگردونه، میگه نه اونی که به بچه هاتون تجاوز کرد کردیمش بیرون، شما بیا یه سری دیگه جدید میخوام بهتون تجاوز کنم. بعد مردم هم میگن که عجب آدم خوبیه، میگن آقا این کجاش خوبه، این اون انکلتم امریکایی هست، این نمیدونم تو ایرانی هم یه چیزی اینجوری داریم، بگید اگه داریم. خب اینم از ویدیوی آخرین هشدار به آخرین ولیعت شماری از کنشگران سیاسی و فرهنگی به شازده که من ازشون سوال کردم که
خب حالا اگه این، اولا شما خواستید که این چه کار کنه، من ویدیو رو نگاه کردم، گفتید چه کارایی نکرده و نمیدونم چه کارایی به اشتباه کرده، رفته توی جلسه ای گفتن خلیج، این بلند نشده هی بگید نه خلیج فارس، خلیج فارس، اوکی نکرده، حالا چیکار کنه؟ حالا یه سری کتاب چاپ کنه هی بنویسه خلیج فارس. شما گفتید چه کارا و چه اشتباهاتی کرده، ولی نگفتید چه کار باید امروز انجام بده، بعدم نگفتید اگر این کارو انجام ندید حقوقتو قطع میکنیم، میایم 62 میلیونی که خودش اقلا گفته ازت پس میگیریم، میایم پولای دیگه وزن. آخه شما کی هستید که به کسی ورنینگ بدید، هشدار بدید، اخطار بدید؟ بعدم با این جملاتی که غلطه، جمله‌هایی رو که گفتن خواستن خیلی مؤدبانه باشه، جمله‌های غلط، مثل گفتم بهتون اون یکی گفته بود چی؟ تصمیم سازان. میگم آقا تصمیم سازان که ما نداریم، یک کسایی هستن که تصمیم میگیرن دیگه، تصمیم میگه نمیسازن که، آینده سازان داریم با تصمیمایی که میگیرن، ولی تصمیم سازان نداریم. به هر کدومشون هم تماس میگیریم، مثل خانم رکسانا گنجی، میترسن چون میدونن تو خالی و دروغ هستن. همین خانم رکسانا گنجی، اتفاقا من از باباش احوال پرسیدم وقتی که هفته پیش مسافرت بودم، یکی از دوستان گفت مثل که باباشون فوت کرده، گفتم یا فوت شده؟ میگن نگید فوت کرده، فوت کرده یعنی خودش رو کشته، کسی که نمیتونه خودش فوت کنه، باید فوت شده باشه. گفتیم خب بالاخره ایشون هم مسنه ولی سالم بود، حالا ببینیم چیه. نوشتم بابا چجوری، خوبه نیست، تا امروز بود خبر داد ولی نگفته بابام هستش، سلامت، زنده است، مرده است. اینم از ببخشید یه مقداری بی‌تربیتی اینهاست که بدون توجه جواب میدن. بعد بهش گفتم درباره این هشدار و اینها، چون اسم تو رو دیدم بیا بگو که ببینم منظورتون چیه. گفت که مسئول رسانه‌ای ما امید نادان هست و اون آقای نادان چارلینگ چی اسمش، چار روستایی. گفتم به 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 به، حاکم شهری که مرغابی بود، حاصل عاقبت آن شهر رسوایی بود. اینا دوتا اگر مسئول مدیا و رسانه شما، اولا شما کی هستید، سازمانی مگه دارید، باشن دیگه تکلیفتون معلومه. اینم بمونه، اگه کسی راجع به این مدیا میخواد صحبت کنه ما هستیم. دوستان عزیز درباره این دستور نمیدونم خوراک های سالم و اینها، من تا حالا چند بار گفتم، احتمالا شما هم تو مهمونی ها دیدید، دوستان میگه که آقا مثلا ماهی بخور، میگم نه من ماهی دوست ندارم، میگه نه بابا این ماهی سلمانه، ماهی خوبیه، میگیم بابا مینویستن سلمان سلمان، ولی میگن ماهی سمن، اقلا اینجوری اسمش رو یاد بگیری. این یک. بعضی ها دیگه میگه که آقا مثلا سوسیس میخوری، هات داگ میخوری، میگیم نه بابا این سمه، این زهره، میگه ولی نه اگه خردل بریزی روش خوب میشه. بابا جون خردل، خردل نی، خردل یعنی باید بری یه خری رو پیدا کنی، دلش رو در بیاری، حالا دیگه دل اونم بذاری روی این سوسیس. خود سوسیس میگن تمام این دل و جگر و آشغال ماشغالای مونده یک بره یا یک خوک یا یک گاوه یا یک مرغ، حتی دیگه چون نمیتونن بفروشن همه اینا رو میکنن تو یه چرخی و چرخش میکنن، میکننش توی پلاستیکایی به صورت سوسیس میفروشن. در صورت دوستان سلمان مینویسن، سلمان مینویسن، ولی سمن درسته و خردل هم غلطه، خردل درسته. اینم از خب ماجرای استفاده روسیه از پایگاه های ایران. یکی از دوستان بیننده گفته بود که آقا سوربی اگه امکان داره در این باره صحبت کن. گفتم والله ما صحبت کردیم، ولی یادت باشه در بیخبری دوست عزیز صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از پایگاه های ایران و ماجرای روسیه، من بیخبر از خیشم. منم مثل شما تو این اتاق نشستم، باید کار کنم، باید زندگی کنم، حالا دیگه میتونم چپ و راستم بگم، باید مواظب بچه‌ام باشم، مواظب نوه. این کوچولو پدر ما رو در آورده، 4 ماه شده ولی رفته on the top of the list. در هر صورت ما اینجا کار خودمون رو داریم، زندگی داریم، نه ما ادعا میکنیم دستگاه عریض و طویلی داریم، چندین خبرنگار داشته باشیم که از زیر لحاف آقای خامنه‌ای هم برای شما مثل آقای دکتر نوریزاده خبر بده. ما میگیم اون چیزی که شما 3 ساعت پیش دیدی شاید من 1 ساعت پیش دیده باشم،
اون چیزی که شما دیروز دیدی شاید من امروز دیدم، ولی امروز که دیدم نظر من اینه. نظر من در رابطه با اینکه روسیه، ترکیه، کشورهای دیگه الان دارن میرن به طرف، ببخشید منظورم ایران بود، ایران، سوریه، ترکیه دارن میرن به طرف روسیه، به نظر من دوستان که نه درس سیاست خوندم نه فهم و شعور سیاسی دارم، چون باید اول پدر سوخته باشی تا بتونی، اینه که آمریکا اشتباه کرده. آمریکا در سیاست خودش در رابطه با دنیا، مخصوصا در رابطه با میدل ایست، هم خاورمیانه خودمون، اشتباه کرده. شما ببینید این جورج بوش با اشتباهی که درباره جنگ عراق کرد چگونه عراق رو دو دستی گذاشت توی سینی طلایی تحویل آخونده داد. حالا اوباما هم همون اشتباه ها رو رفته، یکی یکی این کشورها دارن میرن توی آغوش روسیه. و وقتی روسیه میاد میگه که بیاین با هم یونیون همون اتحادیه است، اتحادیه آسیا و اروپا درست کنیم، خب معلومه که ایرانی که نه جزو ایو هست، ترکیهی که سال هاست داره تلاش میکنه راش نمیدن، سوریه و اینها، اینا میان برن این ور دیگه. این همون حرفی که ما با آقا مهرداد زدیم، گفتیم بابا جون اگر یه دختری یه پسری از خونش فرار کرد، پسر رفت معتاد شد، قاچاقچی شد، دختر رفت فاحشه شد، هی نگو اینا بد بودن. ببین این پدر و مادرش هم که نتونستن یه خونه مناسب برای این درست کنن، اونا هم بد بودن. آمریکا هم اگر نتونه یک خونه مناسب و خوب برای مهموناش، برای دوستاش درست کنه، خب نمونه بارزش این آقای اجلالی خیلی مثال قشنگی همیشه میزن. دوستانی هم که راضی به آقای اجلالی میپرسید، از ایشون خبری ندارم، تا به سونه احتمالاً مسافرت، ایشون هم چند تا بچه داره ماشاءالله، مسافرت خارج، مسافرت همینجا و اینا، خیلی هم کار میکنه، سخت کار میکنه، خبری ازش ندارم. آقای اجلالی اگه برنامه منو ببینی شما به من تماس بگی، چون من اگه قرار باشه با یکی یکی از دوستان تماس بگیرم از صبح تا از باید رو گوشی با تلفن هی زنگ بزنم، نمیشه، امکان نداره. خب چی داشتیم میگفتیم؟ آها، این آقای اجلالی همیشه مثال میزنه و به بیننده‌هاش میگه بابا دست، یعنی به مسئولین جمهوری اسلامی، نه به اون قسمتیش که خودش دوست داره، به اون قسمتیش که مخالف بود، مثل رفسنجانی بعدن مثل روحانی و اینها، میگفت که نوکری آمریکا رو نکنید. ببینید آمریکا با نوکراش چگونه رفتار کرد. از اون نوریگا بود، مال کی بود، مال پاناما بود، یکی یکی نگاه کنید. ایران نمونه بزرگشه، صدام حسین نمونه بعدیشه، همین لیبی، بابا لیبی دیگه همه چی رو انداخته بود کنار، ببخشید نمیدونم غلط کردم، نامه نوشته بود و اینها، شده بود پته تو دست اینها. ولی با همه اینها اونجایی که منافعشون یه انقدر این عقربه به طرف اینوری میره، به زور میگیرن میکشنش، حتی اگر این باعث کشته شدن اون نوکر خودشون بشه. در صورت اینم از این ماجرا، و من بیش از این نمیدونم، چون ایران هی دینای میکنه یعنی تکذیب میکنه، میگه که نه اینا توی پایگاه همدان نیستن، توی پایگاه نوژه نیستن، بعد سوریه از و همین، روسیه از و همین، ما رفتیم و زدیم و اینها. خیلی هم تبلیغ میشه که این حملات روسیه در سوریه به اصطلاح بچه ها و خانواده ها و اینها رو هم میزنه، و این از این تیر و تفنگی نیست که بگه بریم فقط تروریست ها رو بزنیم، بریم فقط دشمنای اسد رو بزنیم، هر کی سر راش باشه میکشه. از اون ور طرفداران اسد میگن که شما ببینید توی یمن اونجا هم دارن خانواده ها رو میکشن، یعنی کلن دنیا وضع خرابی داره. میگم خوش به حال اونایی که سائقه و رعد و برق و اینها زد، تلویزیونشون سوخت، کامپیوترشون سوخت و الی آخر. خب و اما یه ویدیویی هست، گفتگوی شبکه آفتاب با کریستوفر دوبلک، نویسنده کتاب تراژدی تنهایی، این رو هم دوستان برای من فرستادن، نگاه کردم. این آقا که جوان هست و انگلیسی آمریکاییه، قبلن هم گویا یک کتابی به نام وطن پرستی یا ایرانی وطن پرست یا وطن پرستی ایرانی نوشته بوده، انقدر فارسی قشنگ صحبت میکنه که آدم باید از این یاد بگیره.
اون رو هم اگر کسی میخواد یه مبلغی حمایت کنه تلویزیون مردم تا ما نشون بدیم. و اما صحبت از نشون دادن و حمایت شد، برنامه های آقای محسن نادری نژاد اگه مایل هستید که سپورت کنید، اسپانسر باشید، حتی اسم شما رو اون زیر بنویسیم، بنویسیم این برنامه با حمایت مثلا هوشنگ ترسو پخش می شود، یا این برنامه با حمایت مثلا شرکت کارهای برقی فلان پخش می شود، این کار رو هم میتونیم انجام بدیم. امروز دیویدی جدیدشون به دست من رسید، براتون ساعت 4 اون رو پخش میکنم و تا هفته آینده هم هر روز اون رو پخش میکنم براتون روزانه. من با آقای محسن نادری نژاد گفتم که بهتر شما برنامه های جدید بفرستی که در رابطه با این صحبت های روز باشه، که شما وقتی هم یه چیزی گفتی تو برنامه، دوستی مثل سعید، دوستان دیگه، یه خانمی مثل به نام سارا، اینها ایمیل میفرستن، شما بتونید تو برنامه بعدی پاسخ بدی و شما هستی که بینندگان رو نگه میداری. درسته که ما ضرب المثل داریم که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، ولی آقای سعیدی از اون برم ضرب المثل داریم که معلم خوب، سخنگوی خوب، طفل گریز پا را به مدرسه میاره. حالا شما میگید این سربی دیوانه شده، یه دفعه چرا رفت سراغ سعیدی؟ این آقای سعیدی فکر کنم رابطهش با من سلین دیان و اون آقایی که مرد یک موزیک خیلی قشنگی خوندن به نام Love and Hate، یعنی عشق و تنفر. این تو زندگی بعضی ها هست، اصلا از هم دیگه متنفرن به خاطر یه چیزا، ولی از اون برم عاشق هم دیگه هستن. اصلا آمریکایی ها میگن که این رو برای اونایی که ازدواج کردن میگن، میگن که زنها یا همسرامون یک موجودی هستن یعنی we cannot live with them, we cannot live without them. ما نمیتونیم باشون زندگی کنیم، نمیتونیم من یه لحظه بدون اونها زندگی کنیم. حالا این ماجرای آقای سعیدی یه جوری اینجوریه. آقای سعیدی، دوست نازنین من، خودت اولین شنونده برنامه خودت باش و ببین چی میگی. شما برای من 10 بار هی اومدی گفتی که آقای سربی میدونید برنامه های من خیلی برنامه است. منم بهت گفتم آقا من 20 سال از این چیزا میشنم، براتم مثال زدم، 2 تا خواهر بودن، آذر و یه چی دیگه، آمدن تماس گرفتن با من موقعی که تلویزیون رنگارنگ بودم، داشتیم پول جمع میکردیم که بریم ایران، که آقا اصلا شما لازم نیست این کارو بکنید. ما فکر کردیم که اینها یک بلیت بخت آزمایی برنده شدن و الان میخوان از این 20 میلیون مثلا 15 میلیون شو بدن به تلویزیون رنگارنگ، بگن دیگه خیالت راحت باشه، برو ایران آزاد کن. گفتیم خب بفرمایید ببینیم چیه. گفت من و خواهرم میایم اونجا برنامه اجرا میکنیم، اون وقت شما ببین چی میشه. اون بود میگفت چه شود. بعد یه مدت گفت آقا چی شد؟ گفت آقا ما چه فکرا که میکردیم چه ها که شد. آمدن 2 تا برنامه گذاشتن، دیدیم مردم زنگ میزنن مسخرهشون میکنن، اصلا برنامه بلد نبودن. شما آقای سعیدی هی نمیخواد به من بگی برنامه های شما برنامه های خوبیه. خب آمدی اجرا کردی، مردم میخوان باهات تماس بگیرن، شما میگی شماره تلفن منو نشون نده تا تلفن بگیرم، بعد تلفن نمیگیری. میخوان ایمیل بفرستن، شما میگی من ایمیلم خراب شده. آقا خودت حرف خودتو گوش کن. شما درست مثل این میمونی که یه نفر داشت رانندگی میکرد، اینجوری کج مووج میره، پلیس نگهش داشت، گفت چرا کج مووج رانندگی میکنی؟ گفت والا این ماشین من نیست. گفت پس ماشینی کیه؟ گفت دزدیدمش. گفت خب چرا حالا مثلا اینجوری؟ یعنی هی جرم خودشو زیادتر میکرد. شما جرمی مرتکب نشدی، من دارم مثال میزنم. خودت گوش کن ببین چند بار برای من پیغام گذاشتی که آقا برنامه های من آقا شما تو برنامه تو تلویزیون بهگام من برنامه داشتی. آیا تلویزیون بهگام جای درستی بود برای شما؟ چی شد؟ چند نفر تماس گرفتن با بهگام؟ چند نفر حمایتش کردن؟ چند نفر ماهی 300-400 دلاری که باید میداد دادن؟ هیچ. پس اونجا جای درستی نبود. حالا رسیدی به این نتیجه که اینجا هم جای درستی نیست. اگه شما
نمیفهمی کجا جای درستیه که بری، من یه جا برای شما پیشنهاد میکنم، برو پهلو آقای رضا پهلوی، چون اون بیچاره هم به همین درد چه کنم شما گرفتار شده، اونم 37 سال 38 ساله، نمیدونه کجا بره چه کار کنه. اون آقای فواد پاشایی هم بود گفت این رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره. شما مثل اون شدی، برید ویدیوشو ببینید، آقای فواد پاشایی میگه، من نمیگم که رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره، میگم بابا کی رو کجا بذاره چیه، نمیدونه کیو یا چه کسی رو در چه پستی قرار بده. اینا حالا سیاستمداران ما هستن. شما اومدی به من میگی من متریالیستم، توی برنامه من میگم آقا شما متریالیستی، میگی نه من متریالیست بودم ولی حالا عوض شدم. خب آقا اون چیزی که امروز هستی به مردم بگو که اونا وایسن. بنی حالا گوش بدیم، ایشون که پیداش نبود دو سه هفته، حالا که اومده یه مصاحبه غیابی با ایشون داشته باشیم. بفرمایید آقای سعیدی. آقای سعیدی عزیز، سعیدی هستم، مزاحمتون میشم. ایمیل شما رو دریافت کردم که انتقاد میکردید که اگر حرفی. دوستان چرا ما وقتی که به هم زنگ میزنیم میگیم مزاحمتون هستم یا مزاحمتون که نشدم؟ وقت بدی نیست که مزاحمتون بشم، اونم میگه نه وقت خوبیه، یعنی وقت خوبیه که شما مزاحم من بشید. این تعارفای الکی و بیهوده رو بریزیم دور. شما مزاحم من نیستی، اگه مزاحم من باشی من گوش نمیدم، اصلا میندازمش تو سطل آشغال. پس مزاحم نیستی، پیامتو بذار، همین مزاحم نیستیم و مزاحم هستم و اینا رو کم کن، ز مبلغ ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزار. بفرمایید. به هر حال خودت اعتقاد داری باید برنامه‌هات رو ادامه بدی. بذارید دوستان از اول بگم، چون من برای ایشون وقتی که نوشته بود ایمیلام خرابه و فلان اینا، گفتم آقا شما اگه به این کاری که می‌کنی باور داری، نمیشه مثل مولانا نصرالدین هر از سالی شبت شنبت به نوروز بری مدرسه، باید سر یه ساعت معینی میخوای هفتگی ویدیو درست کنی، هفتگی درست کن ولی برای مردم بذار که اونی که میدونه آقا دوشنبه تا دوشنبه اگه بیاد ویدیو جدید. خب ببین این آقای محسن نادری نژاد تا ما بهش گفتیم دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماست، الان 3 روز 4 روز قبل ویدیوشو میفرسه، میرسه اینجا، لازم هم نیست برنامه زنده باشه، لازم نیست اینجا باشه، الان هم تو اورگان خدا میدونه داره رانندگی میکنه یا داره کار میکنه، ولی خودش رو اول مقید میکنه، بعد مردم میفهمن که آقا دوشنبه به دوشنبه برنامه آقای محسن نادری نژاد جدیده. سوربی هم شماره تلفن روش میمیسه تا موقعی که امکان ویدیوش، چون کارش اینه، از لحاظ ویدیوگرافی آقای محسن نادری نژاد نور، تصویر، صدا، اینا همه چیز عالیه، فقط نداره الان این امکاناتی که روش اسم میمیسه و اینها، که اینا ما گفتیم اگر شما میخواین حمایت کنید تا این بنده خدا بتونه زودتر تلویزیون خودش و برنامه خودش. برگردیم از اول درباره این آقای سعیدی و از اینکه پیغام گذاشته صحبت کنیم. نمیدونم اینجوری هم مسکه نمیشه. آقای سعیدی عزیز، سعیدی هستم، مزاحمتون میشم. ایمیل شما رو دریافت کردم که انتقاد میکردید که اگر حرفی به حرفهای خودت اعتقاد داری باید برنامه‌هات رو ادامه بدی. خواستم خدمتتون یه مطلبی رو عرض کنم. آقای سعیدی، واقعیت اینه که این اون چی که من صحبت میکنم راجع بهش، در واقع باید در یک محیط مناسبی باشه این صحبت. تلویزیون شما با توجه به فضای حاکم برش و خودش، شخصیت خودش جناب علی، خب بدترین محلی بود که من میتونستم این صحبت ها رو مطرح بکنم درش، ولی به خاطر ارادتی که به شخص شما دارم و همینطور همکاری شما، محبت های شما، خب اینجا این صحبت ها رو مطرح کردم. علت این که شما میشه برای من توضیح بدی چگونه شما ممکنه به من ارادت داشته باشی، برنامه های من رو دوست داشته باشی، محیط این تلویزیون چه محیطی، شما کدام یک از بیننده های ما رو دیدی، با کدام یکشون صحبت کردی، جواب ایمیل کدامشون رو دادی، با کدامشون آمدی مناظره کنی که به خاطر خود من، بعد تازه از یه و اینو میگی ولی گوش کنید به زد و نقیض صحبت کردن، از یه طرف میگی به خاطر خودت اومدم، از یه طرف میگی مخصوصا با شخصیتی که شما دارید اینجا برای من بدترینه. اتفاقا این قسمتش اگه اینجوری فکر میکنی آفرین،
چون من بارها گفتم اونی که تو کلیسا میاد یه شنبه ها نمیدونم واز میکنه و هی آب میریزه رو سریع و تو خیر اون یکی شراب میکنه و تو خیر اون با این دست کثیفش یک تیکه بیسکویت انقدی میده، اون کار بزرگی انجام نمیده. اونی که بلند میشه 4 تا کتاب از اینجا میبره توی افغانستان که ممکنه کشته بشه و اونجا تبلیغ مسیحیت میکنه، اون کار بزرگی انجام میده. شما اگه فکر میکنید مثل اون هستید، دیگه حالا نباید به منی که تو افغانستان هستم بیای بگید با وجود این که من میدونستم اینجا بدترینه اومدم اینجا. نه، شما اون موقع رسیدی به این نتیجه که اتفاقا افغانستان بهترین جاییه که تبلیغ مسیحیت کنی، بلند شدی اومدی اینجا. شاید فکر کردی اتفاقا تلویزیون مردم بهترین جاییه که شما بیای تبلیغ ماتریالیست کنی، که تازه بعد میگی من ماتریالیست نیستم. ببین، من حالا یاد گرفتم ماتریالیسم ایزمه، ماتریالیست شخصه. شما باید از این خوشحال باشی. شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای 80 میلیون رو یه روزه عوض کنی؟ اونم چیزی یاد بگیرن که خود شما دوستان صحبتاشون موجوده، برید بزنید آقای سعیدی و میبینید خود شما میگید که من عوض شدم. اگه شما عوض شدی، یعنی چیزی که 5 سال پیش میدونستی، 30 سال پیش میدونستی و فکر میکردی که درسته، امروز فهمیدی غلطه. خب چجوری مردم به شما اعتماد کنن؟ بفهم. تمایل نشون نمیدم در این که ادامه بدم. یکی از دلایل عمدش همین مسئله هستش که به اصطلاح مخاطبین در تلویزیون شما باید من رو تشویق میکردن و تشویق بکنن. چه کار کنن؟ باید دست گل بردارن براتون. من حتی نمیدونم شما تو کدوم شهری، چون این گفتم کالیفرنیا، شما گفتی من کالیفرنیا نیستم، فکر کنم شما واشنگتن هستی، ایالت واشنگتن. باید مخاطبین چه کار کنن؟ منتظری که برای شما بیان خودشونا از بالای ساختمون بندازن پایین دنبال فدایی میگردی؟ شما شدی آقای رجوی که اشتباهات خودت رو و اشتباهات رهبری خودت رو میندازی سر این بیچاره ها که شماها وقتی رفتید جنگ فکرتون به جنگ نبوده، باختی. ولی من احمق نبودم که شماها رو فرستادم یه جایی که 4 تا ماشین سواری بیاد جاده رو ببنده و ارتشی که میخواست 8 ساعته از مهران برسه به تهران، جالبه، از مهران به تهران، پشت ترافیک مردمی که دارن از مجاهدین فرار میکنن بمونه. آقای سعیدی، شما اگه خواستی من حاضرم با کلکل کنم، ولی مجانی نه عزیزم. مجانی اون آقای بهکام بود که اصلا بنده خدا نمیدونم مریض بود، کشتینش شما. شما و اون شهین خانم حسینی و اینا کشتید این بهکام. یعنی اگه بهکام امروز زنده هم باشه، میتونه اونم تو دفتر مرده های سیاسی همون بغل دست آقای رضا پهلوی قدم بزنه. باید چی کار؟ 2 تا برنامه شما گذاشتی، چی میگن؟ یکیش ایمیل نداشتی، یکیش تلفن نداشتی، یکیش صداش خراب بوده، یکیش عکس نداشتی، چی کار باید میکردن؟ مردم الان چه خوب شد بعد از 20 سال ما یه نفر اومد به نام آقای سعیدی، زندگیمون عوض شد. اوکی آقای سعیدی، من میخوام شما رو بنویسم توی بیمه عمرم، اگه مردم به جای اینکه به بچه‌هام پول بدن به شما بدم، چون شما اومدی یه برنامه خیلی خوب گذاشتی. اول برنامه گفتی من ماتریالیست هستم، آخر برنامه گفتی البته من نیستم دیگه. آقا خجالتم حرف چیز خوبیه، بفرمایید. من تشویق رو ندیدم، در واقع خودم یه مقداری سرد شدم، ولی این به این دلیل نیستش که به حرفهای خودم شک دارم یا به درستی اونها شک دارم. باور بکنید که ایمان مطلق بودم که از دریچه درستی به اصطلاح وارد شدم و اونچه که گفتم ارزش شنیدن رو میتونه داشته باشه. منتها همونطور که عرض کردم به دلیل به اصطلاح منعکس نشدن اصطلاح عکس العمل مخاطبین، فکر کردم که خب بهتره که کمی احتیاط بکنم و حداقل اگرم برنامه‌ای داشته باشم با شما در زمینه‌های دیگری صحبت کنیم با همون روشی که شما دوست دارید، سوال پرسش و پاسخ و اینجور چیزها راجع به مسائل روز، شاید در اون زمینه‌ها در خدمت
نفهمیدیم، موقعی که برنامه داشتید ما نفهمیدیم این هفته برنامه داری یا نداری، حالا هم که برنامه نداری نفهمیدیم منظور چیه. اگر قرار شد برنامه‌ای داشته باشم دوست دارم برنامه‌ای داشته باشم همون جوری که شما مایلید. یعنی آقای سعیدی شما حالا تازه فهمیدی که یک من آرد، یک من خمیر چقدر آرد میبره. تو شیراز میگفتن یک من آرد چقدر پرسوم میبره. پرسوم نمیدونم چیه، فکر کنم اون به اصطلاح آرد زبری بود که میزدن که این نچسبه به تنور. درست نمیدونم، یه چیزایی رو ما فقط شنیدیم و تکرار میکنیم ولی چون ندیدیم و نخوندیم نمیدونم. شما تازه اومدی فهمیدی که آقا اگه خواستی مثل آقای یزدان خدا بندلو برنامه داشته باشی باید اینقدر کتاب پشت سرت باشه، اینقدر کتاب هفتگی بیاری بخونی تا بتونی 45 دقیقه یا یک ساعت برنامه داشته باشی. شما فهمیدی اگه سربی میاد اینجا میشینه دو ساعت حرف میزنه، بابا این 3 روز 4 روز وقتی هم داره رانندگی میکنه مغزش فکرش تو این برنامه آقای محمد شریفیه، شخصی که به جرم 2 تا قتل محکوم به اعدام شده و حالا سربی برای اولین بار میخواد با یک کسی که واقعا روی به اصطلاح دد رو هست صحبت کنه. وقت میذاریم آقا، انرژی میذاریم، از دور به نظر آسون میاد. گاهی وقتی ما هم یک کمی شیطنت میکنیم، هی به شما میگیم اگه سربی میتونه شما میتونی. آقا جون نمیخوام بگم کار هر خر نیست، ولی کار هر بز نیست خر من کوفتن، در مثلا مناقشه نیست. شما بیا بشین یه بار برنامه بذار ببین یه نفر اگه زنگ زد بهت میتونی از زنگ زدن اون نیم ساعت برنامه بسازی. این خانم اصفهانیه یه زنگ زده اشتباهی راجع به برنامه آقای انصاری، بنده باهاش تماس گرفتم 25 دقیقه صحبت کردم، بعد نشون مردم دادم که ببینید طرفدارای پادشاهی اینن. خود خانمه میگه من سواد ندارم. سواد نداشتن هیچ اشکالی نداره، مادرای ما ممکن سواد نداشته، ولی فقط چون همسرش بهش گفته شاه و باباش خوبن، اینم میگفت شاه و باباش خوبن. خب فرق این خانم با یه طوطی که تو قفسه ولی صاحبش میگه تو در بهشت زندگی میکنی، اونم میگه من در بهشت زندگی میکنم چیه؟ هیچ. و هم صحبت رسید بشه. خب میخواستم یک کمی کتابت رو نگه دارم هوشنگ و هفته دیگه بفرستم. شانس آوردی دیروز اینجا رعد و برق و اینها آمد و من دوباره آمدم رفتم سراغ این کتابها. یک کتاب دیگه ای که تو برنامه نشون داده بودم ولی صحبت نکرده بودم اینه، با پدرم رضا شاه با برادرم محمد رضا شاه. من همیشه فکر میکردم اینو خود شاه، بعد میگفتم برادر، بعد زیرش رو خوندم نشته گفتگو با والا حضرت شاپور غلام رضا پهلوی تهیه و تنظیم ایمان انصاری. اولا جالب اینه که این پشتش رو خانم فرح پهلوی نوشته و چه برای همدیگه اون وقتا میگفتن برای هم سر قدم میرن، سر قدم میرن که میدونید کیه، اینایی که اصال دارن هی فوری میرن توالت و میان، بعد وقتی میخوان یه کسی رو بگن خیلی به همدیگه احترام بی خود میذارن میگن طرف برای فلانی سر قدم میره. این برداشت من. والا حضرت غلام رضا پهلوی در ایران در این کتاب کارنامه زندگی پدرش رضا ببر اینجوری بخون. والا حضرت غلام رضا پهلوی در این کتاب کارنامه زندگی پدرش رضا شاه کبیر بنیانگذار، نوشته بنیادگذار، بنیادگذار سلسله پهلوی و برادرش محمد رضا شاه پهلوی را با صلاحیت بسیار مورد گفتگو قرار داده است. یکی از این خانم فرح پهلوی، من نمیدونم ایشون حتی درسش رو تموم کرد یا نه، بپرسه یعنی چی؟ منظور شما چیه که با صلاحیت بسیار؟ یعنی این آقا از یک جایی صلاحیت داره که درباره مثلا افراد تاریخی صحبت کنه، اونم مخصوصا افراد خانوادهش، اونم مخصوصا باباش و برادرش، این مزخرفات چیه؟ بله با صلاحیت بسیار مورد گفتگو قرار داده است. تبلیغ، حالا چرا تبلیغ؟ چون آخرش هم میگه که تمامیه این غلام رضا پهلوی نوشته تمامی سهم من از فروش این کتاب مستقیما از جانب ناشر به سازمان‌های سیاسی که برای نجات ایران مبارزه می‌کنن واریز می‌شود. اینم یک دروغیه که اینها این خانواده مخصوصا میگن که بگن ما به پول این احتیاج نداریم و پولا رو کمک می‌کنیم. ازشون بپرسید به کجا کمک کردید، به کدوم سازمان، هیچ جوابی نداره. بذارید این دوست ما تمشک چیه نوشته، پزشکی اروپایی که در زمان
جنایت‌های آمریکایی بر علیه مردم عراق در آنجا خدمت پزشکی انجام می‌داد به من گفت که جنایت‌ها و رفتارهای بسیار زشت و قبیحی که باهاشون کردن که من گریم می‌گیره از جنایتکاران آمریکایی برات حرف بزنم. همه منطقه آسیایی باید هم به سمت روسیه برون و نه آمریکا. من نمی‌فهمم یعنی عراقی‌ها جنایت در حق این آمریکایی کردن؟ توضیح بدید. ممنونم باز کامران عزیز مثل که قطع شده بود آمد. در صورت بعد ایشون توضیح میده که دیدگاه های شاپور غلامرضا در این کتاب دیدگاه های صادقانه و بدون جانبگیری است. خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید. ولی عجب جالبه هوشنجان، اینو بهت نمیدم، صبر کن فردا اینا رو برات پست میکنم، ولی این باید بمونه تا من بخونمش. اینایی هست که میگن رضا شاه و نمیدونم فلان و اینها کاری به مذهب و اینها نداشتن، برید داستان خودش رو و این چقدر خوبه از زبان پسر خودش برادر شاه بخونید ببینید چجوریه. ما وقتالا فکر گردیم فقط شاه نظر زده، میگفتن معجزه شده بوده سه بار، یه بار حضرت علی، یه بار حضرت عباس، یه بار حضرت نمیدونم امام مهدی اومدن کمکش کردن. نگو بابا این باباش هم از تو بچگی از تو قنداق خدا باهاشون بوده. ولی جالبه همین الان خدا باهاشون بوده، یکی از خبرنگارا سوال میکنه آخرش از شاه، شما که همیشه میگفتید خدا باهاتونه، شما که همیشه میگفتید خدا باهاتون صحبت میکنه، کتاب مأموریت برای وطنم یعنی خدا بهش مأموریت داده که من و شما همینجوری میخوندیم نمیفهمیدیم یعنی چی. حالا چی شد؟ میگه نمیدونم دیگه، روش نمیاد بگه شاید خدا خیلی مشغوله فعلا وقت نداره برای من، داره با احمقهایی که از من احمقترن صحبت میکنه. چون باید احمق باشی که فکر کنی خدا باهات صحبت میکنه. چی بود؟ میگن که شما میتونید بگید که من با خدا صحبت میکنم، هیچ کاری ندارم، من با سنگ صحبت میکنم، من با این کیسه شنی صحبت میکنم. ای کیسه عزیزم چقدر تو رو دوست دارم، تو رو میذارم رو کاغذها، وقتی پنکه روشن میشه یا این دریچه باز میشه باد کاغذها رو نمیبره، هیچ اشکال نداره. ولی اگه من اومدم امروز به شما گفتم این کیسه پر شن سنگی سنگای کوچیک با من صحبت کرده، بدونید سربی امروز احمق شده. اینا هم همینه، هر چی دلشون خواست به خدا صحبت کنه. ولی اونجایی که میگه خدا با من صحبت کرد، اونجایی که میگه امام حضرت علی نمیدونم اومد تب منو درست کرد، اونجایی که میگه اگه اینجوریه ببخشیدا چرا ناراحتید که آمریکا راهتون نداده تو توی چیز برای اینا، چرا شما مثل آخوندا هی مردم میرن پول به ذری میوزنن و فلان، ولی شما تا مریض میشی بلند میشی میری انگلستان و این بر اون بر، اون آخوندا اینم شما میشنسی تو خونه صدا میزدی تا حضرت علی، حضرت عباس، حضرت مهدی بیان ستاشون قشن مثل دکتر و متخصص و نرس کمکت کنن. دروغ میگی، حالا یا از روی حماقت دروغ میگید یا از روی چی میگم بزهکار بودن و پدرسوختگی. در صورت ایشون میگه که وقتی شوهر یعنی وقتی پدر رضا شاه فوت میشه، مادر رضا شاه خانم نوشافرین با خانواده رضا شاه میانه خوبی نداشته، بچه کوچولو رو ور میداره راه میفته میاد تهران. اون موقع هم مسافرت خیلی مشکل بوده دیگه توی این کوههای شمال و اینها، حالا نمیدونم چرا صبر نکرده اقلن بهار یا تابستون بیاد، گویا توی زمستون و اینها این بچه کوچولو که همین آقا رضا پادشاه رضا شاه باشه، اون موقع میگن اصلا مرد تموم شد، گفتنم مرده دیگه خاکش کنیم اینها، ولی مادره گفت نه آوردش بعد گذاشتنش کنار اجار چیز شد به اصطلاح زنده شد و این نشون میده که معجزه است. این احمقایی هست که تصادف میکنن بعد مثلا حالا سه تاشون هم کشته شده، بعد این یکی میگه که فکر کنم خدا با من بود، یعنی اون سه نفری که با من بودن همکلاسیام همکاران فامیلم اونا خدا باشون نبود، خدا با من بود که من اگر باشم هم موقع تلویزیون خاموش میکنم، یا میگم آخه عوضی پس خدا برای اونا چی. خلاصه این آقا رضا اصلا خدا به ما دادش، چه نعمتی نصیب شماها شده، اصلا شروعش با معجزه.
بعد میاد تعریف میکنه که این آقا رضا وقتی وزیر جنگ بوده، زن داشته، بچه داشته، چجوری یه دختر 17 ساله رو از بابا بزرگ دختره میگیره. بابا بزرگی میگه آقا تو از بابای این پیرتری، تو زن داری، بچه داری. میگه مگه خودت زن و بچه نداشتی که رفتی یه عروس دیگه آوردی؟ بیاین دوستان، آقای سعیدی بیا، پیشنهاد خوبیه، این کتاب رو بخونیم، اون وقت شما و من درباره این کلکل کنیم. من و شما چه کار به متریالیسم و فلان داریم؟ ما باید این تو زندگیمون چه بدبختی داشتیم، چه مزخرفایی رو کردن توی مغزمون. حالا شما مین توتی هی میگی به 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 دو پهلوی چه کار کردن؟ دو پهلوی بزرگترین خیانتی که کردن این بود که ایران رو دادن دست آخوندها رفتن. میگید نه، بیان اینجا، این گوی و این میدان، این صندلی خانم رکسانا امروز دیگه براش نوشتم، این آمریکایی‌ها میگن نترس دندون نمیگیرم، تو که کالیفرنیا هستی، من اینجا هستم. خب ببینیم که این آقای چیز چی میگه. بله ممنونم. آقای شریفی باز ایمیل و اینها فرستاده، ولی اینا رو برای خود من فرستاده، باید به اصطلاح بعدن بهشون پاسخ بدم. خلاصه این ماجرا. حالا جالب اینه، ببینید دوستان، صلاحیت آقای غلامرضا پهلوی که خانم فرع دیبا هم روش مهر تایید میزنه، مثل مهر آبی که روی گوشت گوساله و بره میزنن برای قصابیا، توضیح میده. میگه مادر من، تو پرانتز، مثل همه مادرها مادری استثنایی بود. اولا اگه شما فارسی بلد باشی، وقتی یه نفر استثنایی میشه که مثل دیگران نباشه. خب مرد عزیز خیلی قشنگ همون اول مثل آدم بنویس مادر من مثل همه مادرها دلسوز بود، مادری استثنایی بود. من اینا تو آمریکایی هم که میگن، حتی به بچه های خودم به شوخی میگن، مثلا مینیست طرف You are the best father. مگه تو چند تا فادر داشتی که من بهترینشم؟ اون یکی دیگه بدره، اون یکی نمیدونم بسته، اون یکی ورسته، مگه چند تا داشتی؟ اینا رو باید یکی یکی روش کار کنیم. آقای سعیدی شما نمیخواد بیاید متریالیسم درس من بدی، شما بیاید یک کتاب بردار، یه جمله، حالا دیگه یاد گرفتم، یه بند پاراگرافشو بخون، ببین یکی از این دوستان که کتاب نوشتن یک پاراگراف، یه مقاله بدون اشتباه، بدون اشکال نداری. درصد این کتابه فعلا دست منه تا ببینم چه شود. این از این. و اما اینجا نوشته سر گردنه امامزاده هاشم در ارتفاع 3000 متری قلب نوزاد از شدت سرما ایستاد و رخسارش کبود شد. اینم دروغ محضه. اگه قلبش ایستاد میمیره. قلبش نمیمیره، اول بدن آدم، پوست آدم سیاه میشه چون با سرما در تماسه. اون زیر کلی هنوز طول میکشه تا این سرما به اونجا برسه. این مشت مزخرف ورداشتن بعدم برای که مردم بدبخت مثل حاله نظری و مثل نمیدونم این و اون شاه الله یا این کتابو بخرن، نوشته که همه سود من از اینجا به سازمانهای سیاسی که برای نجات ایران. اسمشونو بنویس، کدوم سازمان سیاسی رو آقای غلامرضا؟ یعنی مرده زنده است. اینا که همشون میگم موقعیم که زنده بودن مثل مرده ها هیچ فرقی نداشت. 3:40 است و گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. دیدید من هی میگم که آقا این دوستان کجا بودن قبل از انقلاب؟ آقای شجاع الدین شفا، دکتر پروفسور مسعود انصاری، اینا کجا بودن قبل از انقلاب؟ بعد یکی یکی میبینیم اینا قبل از انقلاب با آقای شاه توی سینه زنی مساجد بودن، توی رفتن مکه و نمیدونم مراسم چی بود، همین پول تمیز کردن، همین مزخرفای امام رضا. شاه رو برید ببینید، پیش نماز میشه اونجا، فرع رو برید ببینید چادر مشکی میپوشه، آقا رضا رو برید ببینید چجوری بوسه میزنه، تا این بچه بوده هر کاری اونا میکردن نمیکنه. میگن بچه ها مثل مانکی هستن، مثل میمون هستن، هر کاری که بابا مامانشون میکنن اونا هم انجام میدن. حالا این جالبه، دکتر مرزبان توانگر نوشته ناآگاهی و پوستیدگی سیری در نوشته های سید روح الله خمینی، کتاب نخست کشف اسرار، نشر نوآوران لندن شهریور ماه 1369،
دوست داشتم اینم بخونم، ولی به خودم گفتم که ای بابا اگه یه چیزی قبل از انقلاب یه کسی شهامت داشت، شجاعت داشت، همچین کاری رو میکرد، اون خوندن داشت و الا با چی کار کنی؟ پرتش کنی اونجا. نه پرتش پرشم کن، هر کسی اینا رو خواست بگه تا براش بفرستیم. این هم از این ماجرا. و بریم. بله، دوستان مجاهد باز بعد از اون نمایش و شو سالیانه‌ای که در پاریس دارن، از این ور دنیا به اون ور دنیا، اینا هم براشون شده سرگرمی، گدرینگ. اینجا گدرینگ یعنی دور هم جمع شدن. سپتامبر میان کالیفرنیا، میان نیویورک. فکر کنم سپتامبر همون موقعی که یه مش مفتخورم از ایران میان، حالا یا احمدی نژاد با 100 نفر فامیلش، یا روحانی با نمیدونم 1000 نفر، فتولو چی میگن از این توفیلی و قفیلی. از اون برم مجاهدا میان میرن دوباره پولی میدن و خرج میکنن و یه مش پرچمی دست هر یه نفرم 3 تا پرچم میدن، میان وای میسن یه مشتی به اون فوش میگن، بعدم میرن. برای این دوستم نوشتم که مهر داده عزیز، امیدوارم این یکی دیگه ایران آزاد کنه، مطمئنم بعد از این هممون میریم ایران. حالا ببینید برداشته چی نوشته. نوشته که نوشته نه هر کس میره پس ما نریم اونجا. خب اگه هر کس بره دنبال کار خودش، آخونده هم میگن حالا که شما مثل آقای سوربی پسر خوبی شدی، ما هم دیگه ظلم نمی کنیم. جا جا مرغا رفتن خونه، شهر در امن و امان است. این رو سوالی پرسیده. من بهش گفتم نه، سوربی هم میتونست مثل رجبی نادان فکر کنه که بلده، فکر کنه که میتونه حریف اینها بشه، بیاد 120 هزار کشته از جوانای ایرانی روی پرونده مجاهدین بذاره، بعدم خودش مفقود بشه، حالا مرحوم بشه، زنش هم دست عربا بیفته. الان دیدید که چجوری این عربا یکی پس از دیگری هی دارن به این خانم مسعود رجبی ندا میدن. بعد ایشون دوباره برشته نوشته به این ترتیب هر که جلو ظلم ایستاد و آگاهی آگاهی فکری نداره، مثل جورج واشنگتن، مثل ستارخان و باقرخان، مارشال دوگل. آقا شما شعار میدی، آقای واشنگتن برو بخون، سوار اسب شد، راه افتاد این ور اون ور، قید نشده بود، نگفته بود من امام زمانم، نیومده بود حمام نمیدونم لختی را بندازه. این مزخرفات چی میگی؟ شما آقای رجبی رو با مارشال دوگل مقایسه میکنی؟ مارشال دوگل گویا اگه اشتباه نکنم رفته بوده بله یک کشوری دیگه، کمکم میگیره برمیگرده میاد. شما رفتی کمک گرفتی، کمکار فرستادی اینجا دوستامون رستوران باز کنن، گستیشن باز کنن. این مزخرفات چیه آقا مرداد میگی؟ شما هم مثل این آقای سعیدی ها یه چیزی مثل توتی تکرار میکنی. بیا بشین شما بگو، منم بگم، اون وقت عکس العمل مردم رو ببین، اون وقت مردم میان عکس العمل نشون میدن. والا شما میای میشینی یه حرفی میزنی، وقتی هم یه نفر برات یه چیزی مینویسه میگی ایمیل به دستم نرسی. آقای سعیدی منتظر چه عکس العملی از مردم بودی؟ منتظر بودی یکی پیدا بشه بگی من پول میدم که این حرف بزنه؟ تو تلویزیونی که موافقت بودن این کار نشد، به قول خودت تو تلویزیونی که مخالفتن میخوای این کار بشه؟ زهی خیال باطل. خب بله، و متهم میشن به کشتن دادن. یعنی این که نه آقا، این شما اصلا توی یه باقی برای خودت داری قدم میزنی که ما هرچی اینجا فریاد میزنیم شما این گوشی رو گذاشتی رو گوش حرفای رجبی رو داری تکرار میکنی. آقا یک کلمه از خودت سوال کن، یک سازمان سیاسی به من نشون بده که رهبرش این همه مدت غائب شده باشه. شما دیدی این القاعده چجوری نابود شد؟ موقعی نابود شد که این بن لادن قایم شد. بعد چی اومد بیرون؟ یکی دیگه اومد بیرون گفت من آیسیس هستم، عکسش هم گذاشت توی مساجدم وایساد صحبت کرد. شما نمیخواد برای من مارشال دوگل، مارشال دوگل تو سوراخ نرفت یه عرب نمیدونم اطلاعاتی بیاد بگه مرحوم رجبی، مرحوم مارشال دوگل. بعد شما بگید نه منظورش از مرحوم احترام بوده، از این به بعد نامه که می‌نویسی برای داداشت بنویس خدمت مرحوم برادر عزیزم.
آخه بابا مزخرف نگید تو رو خدا، برید برید داد بزنید، اگه پول میگیرید برید پول بگیرید، برید مسافرت، برید خوش باشید، اگه نمیگیرید بشینید یکم فکر کنید ببینید چی کار کردید. بعدم میگه الان ما متهم شدیم که کشتیم، کشته شدن. نه متهم نیستی، ولی باید بیای جواب بدی. یه فرمانده ارتش اگه رفت یه گروهانی رو برد توی دره‌ای که میدونه اگه رفت داخل این دره دو نفر اون بالا میتونن با تفنگ همشون رو بکشن، این آقا اگه خودش زنده موند همه کشته شده بودن، ایشون باید بیاد جوابگو باشه. حتی اگر زندانی نشه، حتی اگر اعدام نشه، اقلا بهش میگن که شما بی‌لیاقت هستی، شما رهبر نیستی، آقا برو دنبال کارت، برو بره بچرون، فلانی بیاد بشه، ابریشمچی بیاد بشه، نمیدونم فلانی بیاد بشه رهبر. چرا این مزخرفا رو هی هرچی هم میگن آقا این حرفا رو نزن تا دهن منم باز نشه، باز گوش نمیده، باز دوباره فردا انگولکون میکنه، چیکار کنیم ما؟ بگذار ببینم که چه گویم از دست این دوستان. شما هم میتوانید ویدیوهای خود را در صفحه مردمریپورت.com مجانا قرار دهید. دوستان من الان شما رو میبرم روی صفحه مردمریپورت.com، اینو بهتون نشون میدم. همونجوری که بهتون گفتم اشتباه کرده بودم، لینکی رو که گذاشته بودم لینکی بود که برای خود من کار میکنه، ولی دیگران که میان برای اونها اون اد ویدیوز یا اضافه کردن ویدیوها رو نداشت. حالا من براتون این یک بار دیگه نشون میدم. در قسمت سمت چپ شما معمولا ویدیوها و برنامه‌های ما رو می‌بینید که توی تلویزیون مردم پخش شده یا پخش می‌شود. کدوم قسمت؟ این قسمت. الان روی این آبی، روی این قسمت اگر کلیک کنید، کلمه کلیک هم تو ایران شده فشار، بله، برنامه منو می‌بینید که مثلا امروز بعد از یه ساعت برنامه جدیدم. حالا اینجا در قسمت سمت راست این بالا یه قاب عکسی هست، توش نوشتیم شما هم می توانید ویدیوهای دلخواه خود را مجاناً در این صفحه قرار دهید. چرا رو کلمه مجاناً بیشتر تأکید میکنم؟ برای اینکه تعارف که نداریم، ما ایرانی ها مفت خوریم، اقلا بیاین بذارید اینجا، دیگران بیان نگاه کنن ببینن ویدیوهای دلخواه شما چیه. بعد اینجا رو که شما کلیک میکنید، بذارید ببخشید قبل از این بهتون بگم، وقتی که کلیک میکنید ویدیوتونو میذارید، بعد ویدیوی شما باید اینجا باشه، اولین باشه، یا این بالا ریفرش کنید ویدیوی شما میاد. این ویدیوهایی هست که دوستان گذاشتن، میبینید الان 8 تا هست، 1 از 8. اینجوری هم که کنارش بذارید بزرگترش کنم، من نمیدونم چجوری بهتون نشون بدم. فعلا این اول، قسمت اول، اول first thing first. ببینید اینجا که میان، حالا اون قسمتی رو که من میخوام بهتون نشون بدم رفته سمت راست، پیدا نیست، اینجا هست. بله یه بار دیگه اینجوری یا کوچکترش کنم که شما ببینید. آها ببینید وقتی روی اون صفحه کلیک میکنید میاد اینجا توی این قسمت سمت راست بالا نوشته add videos. من یه چیزی هم متوجه نشدم، جدیدن گوگل وبسایت های دیگه به غیر از اینکه 1000 تا آپشن یا حق انتخاب اینور اونور میذارن، 4 تا گلوله روی هم گذاشتن، مثل یه بازی بود بهش میگفتیم 7 سنگ، 7 تا سنگ میچیدن، بعد یه سری هم این کنار میذارن. در هر صورت بذارید ببینیم که چی شد. بله آها اینجا نوشته add videos، جمع ویدیوها، یعنی جمع ویدیو میشه ویدیوهاتون اینجا اضافه کنید. ما خواهش کردیم روز یه ویدیو اضافه کنید. شما وقتی تو یوتیوب باشید اینجا نوشته ویدیوهای خودتون، تا بزنید ویدیوهای خودتون رو نشون میده، میتونید انتخاب کنید، یا اگه نه URL، این یعنی آدرس اون سایت اون ویدیو، یا حتی اسمش رو بنویسید، مثلا اینجا بزنید مثلا رضا پهلوی، بعد روی این کلیک میکنید براتون میاره، بعد مثلا میگید که اینو من میخوام بذارم، گفتگوی رضا پهلوی با خبرنگار جمهوری اسلامی. ببینید بعد اینو اد میکنید، حالا نگاه کنید برمیگردم اونجا، اینو ریفرش که میکنم اون اومده اینجا.
ببینید همون ویدیویی رو که من گذاشتم الان اومده اینجا، گفتگوی رضا پهلوی با خبرنگار جمهوری اسلامی. این قسمت هم مجانیه، لطف کنید برای دوستان هم بفرستید. ما که بارها گفتیم لطف کنید همین فیسبوک رو هم که میبینید زیرش شیر کنید برای دیگران. ولی نمیدونم اگر هم انجام میدید اینجا من چیزی متوجه نمیشم که فرستادید یا نفرستادید. خلاصه آدمای بیحالی هستیم، بی بخاری هستیم. ماکزیمومش بعد از 37 سال که میریم دنبال یک کسی میبینیم این مرد عمل نیست، تازه بازم میان براش ویدیو درست میکنیم، بهش هشدار میدیم بابا بندازش دور، یکی دیگر رو پیدا کن. این هم از این ماجرا. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم و ساعت 3:51 دقیقه است. کاش من یه چند دقیقه برنامه رو زودتر به پایان برسونم تا DVD آقای محسن نادری نژاد رو آماده کنم براتون و پخش کنم، ببینم که چه خواهد شد. خب SMS ایشون رو ببینم چی نوشته. بله نوشته که This is good topic to talk about. اخبار روز، آها این بود، تو این صفحه بود که اسامی رو گفتم. ببین یه دوستی من داشتم میگفت که بابا جون من آدم نامرتبی نیستم، این نامرتبی من خودش برای من یه ترتیبی داره، چیزی که از نمیتونم ترتیبشو پیدا کنم. خدای اوکی. آخرین هشدار به آخرین ولیعهد، همون مزخرفاتی که براتون گفتم اینها گفتن، دیروزم بوده یک شنبه 31 مرداد نشستن و گفتن بله شما نمیدونم توی فلان کمیسیون نگفتید، اون توی فلان جا اینجوری کردید، فلان برنامه رفتید رقص شطوری انجام دادید، ولی اون چیزی که مهمه این اسامی دوستان امضا کنندگان. یک، هومر آبراهامیان، چه طلای پاک. دو، آروین آذریان، کنشگر فرهنگی فنلاند. سه، ضیاء آتابای، بنیانگذار تلویزیون ملی ایران آمریکا. 4، میلاد آقایی، کنشگر سیاسی و پژوهشگر فرهنگی سوئد. 5، انوش اردلان. 6، ندا اصغرزاده. 7، نوید اصغرزاده. 8، بیتا بانی. 9، بابک اسحاقی. بابک اسحاقی شاعر اسرائیلیه که از کشته شدن بچهای فلسطینی خوشحاله. من با ایشون 2 بار صحبت کردم، گفتم آقا مگه میشه یک کسی حس شاعری داشته باشه، روح شاعری داشته باشه، از کشتن بچه‌ها خوشحال بشه؟ به آقای بابک اسحاقی. بردیا پارس، آریو برزن پیروزنیا. آخه آقای آریو برزن پیروزنیا، شما که از دالاس 15 سال پیش زنگ میزنی به من با فحش و فضیحت فکر میکردی درست میگی، امروز نباید به جای اینکه اسمت رو زیر این اعلامیه بذاری یه نامه 2 خطی برای من بنویسی مثل اون آقای محمد رضا که اینجا بود بعد رفت انگلستان بعد از اینکه همه پولاشو داد به رضا پهلوی، بعد برای من نوشت آقای سوربی من از شما طلب بخشش میکنم، شما میفهمیدی و من نمیفهمیدم و همیشه داستان دوران زندگی این بوده که نفهما به اونایی که میفهمن فوش میدن، آتیششون میزنن، میسوزننشون، توی زندان میندازنشون. شما آقای پیروزنیا فکر نمیکنی به افرادی مثل سوربی و دیگران یک عذرخواهی ساده بدهکاری تا شبا راحت بخوابی؟ چون شما رو میشناسم بهتون میگم. سام توکا تورنتو، پرویز حدادی زاده، آرمان چهارروستایی، چه طلای پاک. این از همین بچه هاییست که اولا اون در به من میگه نسل پنجم، میگم آقا هر 25 سالی، تازه جدیدن شده هر 30 سالی یک نسل، نسل پنجم منظور کیه؟ بعد میگه منظورم دهه پنجم. گفتیم با برو دنبال کار. خب نوید خوشرو، محشید خوشرو، امیر حکیم، جیسون رضا جورجانی، امید دانا، این امید دانا که همون امید نادان خودمونه، داریوش دولتشاهی، هیربود دهقانی آذر، منوچهر رزمارا. منوچهر رزمارا، به نظر من آقای دکتر رزمارا شما دیگه با این سن و سالی که داری، با اون گندکاری که در 37 روز به اصطلاح وزارتتون کردید، با اون ماجرای 5 روز سیاه که معلوم نیست از کدوم عربی
چه مقدار پول گرفتید و این پولا رو چه کار کردید، شما برید آقا آخر عمری فکر قبرستان باشید، در نمیدونم قبرستان فلان توی پاریس باشم، پهلو صادق هدایت یا قبرستان اونوری پهلو ساعدی، ول کن آقا ول کن. شما اگر ببخشید نمیخوام بگم اگر پخی بودید، اگر چیزی بودید همون مدت یه کارایی میکردید. اینم از آقای دکتر منوچهر رزمارا. نازنین زرین کلا، من نمیشناسم مهندس کامپیوتری که هنوز بلد نباشه دو دوتا میشه چهار تا و فکر کنه رضا پهلوی میاد دو دوتا رو میکنه 64 تا. خب به نظر من دیگه همینه که اسمش بیاد تو لیست. نیما زرتشت‌زاده، سیروس شرفشاهی، آقای شرفشاهی دوست عزیز، روزنامه نگار، شما با این سن از دانش خودت خجالت نمیکشی که هنوزم سر قبرستانی که آمدن کندن نشونت دادن که آقا توی این قبر یه آدم زرنگی الاغش رو خاک کرده و نشسته به پدر مادر شما گفته که این الاغ شفا میده، پدر مادر شما گریه کردن، ولی حالا که اومدن امروز کندن نبش قبر کردن، شما میبینید یک الاغ توی این قبر هست، شما هنوزم داری زیارتنامه میخونی؟ ای والله ای والله، آفرین. علی شقایقی، نمیشناسم. آرش کمانچه، کوروش کلهور، نمیشناسم. کلهورا یکی محمد کلهور میشناختن که ایشون خیلی دانشمند بود، یه برنامه‌ای داشت با ما و آمد تو تلویزیون گفت که اول افغانستان مال ایران بوده، یه افغانی زنگ زد گفت آقا این حرفا چیه، ایران مال افغانستان بوده، گفت شما درست میگی. یکی دیگه زنگ زد گفت آقا این حرف مزخرفات چیه، ایران امپراتوری بوده، گفت شما درست میگی. آقای علی سرشار زنگ زد گفت آقا تو هر کی زنگ میزنه میگی شما درست میگی، این چه حرفیه، گو آقا شما درست میگی. اینم آقای محمد کلهور، امیدوارم این کوروش کلهور هم فامیل اون نباشه، چون اگه فامیل اون باشه نادانی اون احتمالاً جینشون هست توی اینها. سینا کیانپور، بابک کیانپور، رکسانا گنجی، چه تلای پاکی، محمد گنابادی، نیلوفر محتشم، سعید محمدی. سعید محمدی هم خواننده‌ای که با آقای فرخزاد ماجراهایی داشت، حالا دیگه یه وقتی از خودشون سوال کنید ماجراها چیه. هومن مرزبان یه مدتی هم با مجاهدین بود، بعد میکنم دیگه مجاهدین هم بهش پول ندادن، با اونا نیست. شهلا ممتاز، بهکان موسوی، کاظم موافق، احتمالا این کاظم موافق هم با همه موافقه، مهدی منزوی، شویار مهرایا، ترانسرا، پریدخت موسوی، حسین علومی پور، فیروز غفارپور، من باشون مصاحبه کردم، ایشون قبلا توی دفتر رضا پهلوی کار میکرده. آقای شهریار فتحی هم که خب دیگه معلومه، بنیانگذار رادیو ندای پادشاهی. احمد فراستی، رهبر عملیات ساواک تهران، به به چه طلاهای پاکی. جعفر قدوی یا فدوی، پرویز قاضی سعید، پرویز قاضی سعید هم که میدونی نویسنده روزنامه زن روز، من دختری 80 ساله هستم، خیلی بد اخلاق، حالا منتظر شوهر خوش اخلاق پولدار هستم. فرهاد قناتگر، حمید وحدتی، علی لشکری، جاله عبدالله زاده، مصطفی عرب. مصطفی عرب هم که میدونید افسر نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی، کاپیتان و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، اگه اشتباه نکنم ایشون مربی فوتبال آقای رضا پهلوی هم بوده. با منم یه دفعه تلفنی زنگ زدن و به من گفتن که برو دیدار رضا پهلوی، من به فلانی میگم. گفتم آقا ببین ایشون از لحاظ سنی از من کوچیک‌تره، ضمناً من حوصله برم فلانی رو ببینم و به اون بگم فلانی پیغام داد، اونم به من بگی برو بگو قاصد را گو خورد، ندارم. شما شماره منو بده به آقای رضا پهلوی، هر وقت خواست زنگ بزنه، میریم یه هتل یه رستورانی، بهش هم بگو ناراحت نباش چون ایشون مفخره، پول ناهارشو من میدم. ژینوس همایون، دنبال این بودن، میگفتم ژیلانوس فلان، اسم ایشون ژینوس همایون، این اسم ردیف 54، ایشون خواهر آقای داریوش همایونه. خانم ژینوس همایون، آقای داریوش همایون که یه عمر به پدر این آقا خدمت کرد، پدر این آقا اون بلا رو سر داداشت آورد، اگر آمریکایی فکر کنی خب لک فادر لک سان، اینم مثل اون. برید خانم واقعا برید به خدا خجالت بکشید از بچه هاتون که توی آمریکا باز دنبال اینا موسموس میکنید، برید تو آینه نگاه کنید ببینید این دماغتون که قهوه‌ایه، خب مردم میبینن، براون نوز بزنید تو انگلیسی ببینید یعنی چی. اینجوری کردم توی مهمونی، دیدم یکی از دوستای ما هی اینجوری جوری میکنه، وقتی میرفت مثلا آبجوی چیزی بیاره
به دوستام هم گفتم این چی شده، رعشه گرفته، مریض شده. اون یکی گفت والا منم تا حالا ندیده بودم اینجوری کنه و اینها و نمیدونم. من گفتم ما حالا فکر کردیم ما نمیدونیم اینا. خلاصه یه دو سه تی که آبجو خوردیم گفتیم آقا خدا بد نده. اون جوکه بود میگه خودم بد دادم. گفت چیه؟ گفتیم چرا اینجوری اینجوری میکنی؟ گفت آهان، یه چند مدت دارم یه ویدیوی نگاه میکنم، یه خانم 95 ساله میگه شما باید از همه ماستلتون، از همه ماهیچه ها استفاده کنید و منم هر وقت گیرم میاد دستم پام اینا. گفتیم آقا این کار تو خونت روزی نیم ساعت انجام بده، مردم هم وحشت میکنن، هم دلشون برات میسوزه، هم روشون نمیاد ازت بپرسن چه مرضی داری. چون بعضی ها هست دیدید حالا یا سن نشونه یا واقعا مریضی پیدا میکنن. بیچاره آقای سیامک ستوده مسن هم نیست ولی اصلا دستشو نمیتونه نگه داره. چی میگم این مریضی رو؟ ما هم فکر کردیم این اینجوری شده ولی نخه، ایشون میخواست از تمام ماسلاش اونم همون تو مهمونی استفاده کنه. دوستان عزیز، راجع ورزش و ماسل و اینها صحبت کردم، حتما ورزش کنید، نرمش کنید. آسان‌ترین بهترینش راه رفتن و شنا هست برای آدم‌های تنبل مثل شما. و اما راجع به ورزش صحبت کردیم، ببینید المپیک این چند تا شناگر احمق چه افتضاحی به بار آوردن، رفتن خوشگذرونی، بعد آمدن گفتن اونا درو میگن، بعد طرف دیروز باهاش مصاحبه میکنن میگه من اوور اگزاجریت کردم. exaggerate کلمش یعنی اغراق، over یعنی من دیگه خیلی رفتم بالا. آخه کسی میتونه بالای اغراق حرف بزنه؟ شما خیلی ساده آقای اسمشان یادم رفته باید بگی من دروغ گفتم. over exaggerate، exaggerate اینه که شما از یه جای پریده باشی یه متر بعد بیای بگی دو متر، حالا over exaggerate بیای بگی سه متر. ولی اگر اصلا شما اونجا نبودی نپریدی بگی من پریدم، دروغ گفتی. از سیمپل از دیست، به همین سادگی آسونی. دوستان روی فیسبوک خدا نگهدار، با امید دیدارتون چهارشنبه، این ویدیو رو نگه میدارم تا یوتیوب حاضر بشه، بعد روی یوتیوب برای دوستانتون بفرستید. روز روزگار با شما خوش. و اما دوستان روی مردم تیوی یوتیوب، دوستان اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اون وقت حالا میگفتم اگر سربی میتونه شما هم میتونید. از وقتی آقای سعیدی در رفت باید بگم اگر شما هم مثل آقای سعیدی هستید نمیتونید. کار هر بز نیست خرمن گفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. روز روزگار و شما خوش. برنامه رو ادامه بدیم با آقای محسن نادری نژاد و اسم برنامهش چرا زنین، با علامت سوال چرا زنین، برای که باید زنین بود به هر چیزی تا حقیقت رو پیدا کرد. یک دقیقه به من وقت بدید، قطع کنم، وز کنم، میام با اتون. مرسی.